دوستان عزیز، با سلام به شما و با این امید که تا این لحظه رو به خوبی و خوشی پشت سر گذاشته باشید و اوقاتی رو که امروز با هم هستیم اوقاتی بهتر داشته باشید. دوشنبه است و ششم شهریور 1396 برابر با 28 آگست سال 2017 میلادی، و اما روز اول هفته است. این ماجرای اول هفته هم توی آمریکای مقداری گیج کننده است، چون دوستان مسیحی اولین روز هفتهشون یه شنبه است. اول استراحت میکنن بعدن میرن کار، ولی ماها که توی ایران اولین روز هفته شنبه بوده و عادت داریم که شنبه تا جمعه 6 روز بریم کار، تا پنج شنبه 6 روز بریم کار و بعد جمعه استراحت کنیم، یه مقداری اینجا هنوز برامون به اصطلاح عادی و معمولی نشد. اجازه بدید که من ببینم برنامه ما ضبط میشه، بعد ببینم که صدا هم داریم یا نه. اینجا نشون میده ضبط میشه، صدا هم شماها روی فیسبوک بنویسید، اونایی که روی فیسبوک هستید، اونهایی هم که از تلویزیون مردم مستقیما میبینن اونها هم از اونجا بگن، و این عادت خوبی میشه که بگید از کجا میبینید و صدا و تصویر چگونه هست. حالا دیگه صدا زیبا هست و تصویر عالی که وقتا ما دور برداریم و بخوایم بریم هنرپیشه بشیم، اون پیشکشمون، فقط بگید که اقلا صدا و تصویر هست تا ما با خیالی راحت تر این برنامه های سربی با مردم را پی بگیریم و ادامه بدهیم. و اما همون جوری که میدونید روز جمعه هم گفتم که 26 هر ماه این آقای مهدی تبریزی، که دیگه ما از ترس آقای خسرو بهرامی نمیگیم مهدی زاده، یه برنامه‌ای میذاره. آقای بهرامی یه پیامی گذاشته، یعنی تو دو تا پیام گذاشته، حالا ما هر دوشو اگه بتونیم پخش میکنیم، که خیلی جالبه و میگه که منظور من از این که گفتم مهدی زاده کلیمیه، حتی این ماجرای 26 هم یه چیزیه مال دوستان کلیم. حالا اونا رو میذاریم برای برنامه های 26 آینده. اگه آقای مهدی تبریزی مهدی زاده خواست جواب بده جواب بده، ولی یه ماجرایی که من دو بار تا حالا برام اتفاق افتاده و دیگه باعث شده که توی مهمونی‌های ایرانی فیلم نگیرم رو براتون تعریف میکنم. سالها پیش آقای تقی مختار قرار بود که بیاد شب در کانون دوستداران فرهنگ ایران صحبت کنه. من هم چون هم علاقه به ایشون دارم، هم به اصطلاح میخواستیم که یه برنامه هم تو تلویزیون باشه پخش کنیم، دوربین رو برداشتیم و با اجازه کانون و با اجازه آقای مختار رفتیم اونجا. و خب هر کسی وقتی میره سعی میکنه که بهترین زاویه رو ببینه برای اون شخصی که میخواد صحبت کنه، و به قول معروف چون آبجکت ما، موضوع ما آقای مختار بود اون جلو، ما هم رفتیم دورترین قسمت، یعنی آخر اون اتاق سالن هرچی بود، دو تا صندلی رو گذاشتیم یه جوری رو هم دیگه، دوربین رو سوار کردیم، خودمونم با یه صندلی وایسادیم پشتش که یه کمی هم حالت خطرناک داره، ختمه دیگه تو این سن 55 اون موقع اینها آدم اگه بیفته زمین دیگه هیچ. خلاصه همچین که آقای مختار شروع کرد صحبت کردن و ما هم مشغول فیلم برداری بودیم، دیدم پاچه شلوار منو یه نفر میکشه، چون من بالا وایساده بودم دیگه، یه نفر پاچه شلوار منو میکشه. من نگاه کردم دیدم یه خانمی هست که اتفاقا هم دوستمونه، هم تو کارهای رادیو تلویزیونی بوده و هم تو سیزه بدرها میاد آواز میخونه، میرقصه، مشروب میخوره. نعوذم بالله. گوه آقای سربی مطمئن باشید من تو فیلم نیستم. ها گفتم خانم شما که خودتون تو کار فیلم برداری و اینا هستید، تا حالا دوربینی نساختن که از زیرش هم فیلم بگیره. اون موقع این دوربین های 360 درجه و دوربین های گوگل و اینها هنوز نیومده بود. ای کاش اگه من به فکر افتاده بودم من به ثبت میرسوندم که بنده که از آقای مختار اینجوری فیلم میگیرم، این زیرم از این هزار فیلم بگیرم که کجا اومدن توی کانون دوست همین امروز هم که دوشنبه است کانون برنامه ده،
کانون دوستداران فرهنگ ایران و من هرچی فکر کردم نفهمیدم منطق این خانم. بر فرض که من فیلم بگیرم، اولا اینجا یه جای پابلیک و عمومیه و دعوت میکنن از مردم روی روزنامه، روی عمومیه، عمومی. حالا این روزایی که دیگه اصلا مسئله عمومی و خصوصی و شخصی و اینها از بین رفته، ببخشید توی توالت ها هم دوربین گذاشتن، یعنی شما هیچ جا نمیتونی بری، حتی هتل که میری میگه الان یه دوربین یکی گذاشته، حالا یا خود هتل گذاشته یا اون کارگری که میاد مثلا توالت رو مرتب میکنه و تمیز میکنه گفته خب حالا بذار ببینیم اینجا چه خبره. این ماجرای اول که من برای چند سالی دیگه هر کسی میگه آقا یه برنامه هست شما هم لطف کن دوربین تو بیار و اینا، میگفتم معذرت میخوام من فیلم نمیگیرم، تا این ماجرای آقای مهدی تبریزی و 26. ما روز جمعه هم تو برنامه گفتیم که چون آگهی اینها خیلی مبهمه، با اسم خدا شروع میکنه میگه بیاین به هم بپیوندیم و اینها، معلوم نیست چی میگه، بعدم میگه رقص و موسیقی، رقص و شام، بعدم نمیگه کی میخونه، کی میرقصه، کی میزنه، ما هم چیزی نمیگیم، سلام روی ماه آقای علی ترابی عزیز. خلاصه این بار یه خانمی پیغام گذاشت که آقای سوربی من فلانی هستم، از طرف آقای تبریزی از شما خواستن که بیاین حتما. گفتیم باش، با وجودی که با خودمون شرط کرده بودیم که نریم رفتیم. وقتی با ایشون تماس گرفتم گفتم آقا من اینجا هستم، وسایلم هم تو ماشینه چون از یه جای دیگه اومده دادم اینها، شما امشب میخوای فیلم بگیری یا نمیخوای؟ گفت حتما میخوام فیلم بگیرم و اینها. ما هم رفتیم. خب طبق معمول برنامه‌ها که میگن از 7 تا 11، تازه مثلا 7:30 یکیم پیدا میشن که این دفعه کنم تا 9 هیچ برنامه‌ای نبود. خلاصه دیدیم بنده خدا دی جی اونجا وایساده، تابلو و استیج و اینها هم آماده است، صندلی ها هم مرتب چیده شده، میزا هم معلوم، و این دفعه 10 تا میز 10 نفره یعنی برای 100 نفر تدارک دیده بودن. توی اتاق بغلی هم چایی و سماور، که نه چایی و یه چیزی از اینا، اما مثل سماور دیگه، بله اونجا بود و ما هم وایسادیم و این دوربین رو گذاشتیم و رفتیم. حتی به چیز گفتیم به این آقای دی جی، چون یه وقت مینی دی جی ها مثلا میگن درست روبرو من نذار چون یه نوری پخش میکنم که اصلا دوربین شما از اول تا آخر سیاه میشه. این بنده خدا آقای بن بهزاد عزیزم گفت که هر جا دلت میخواد بذار، برای من فرقی نکنه، اونور اینا. گفتم خب من اونجا وای میسم، هم پلاگ برق هست، هم تو دستپای کسی نیستم، هم تمام مجلس رو میتونم بگیرم. خان آقا چشمتون روز بعد نبینه. همچین که این آقا شروع کرد موزیک زدن، یک جمعی که 7-8 نفر بودن و چه جالب بود برده پارتیشون رو آورده بودن اونجا، شروع کردن رقصیدن. همه خانمهای زیبای ایرانی، لباسهای خیلی شیک مرتب، و من هنوز روشن نکرد، گفتم که زوده و بذارید که خود آقای مهدیزاده نیومده بود هنوز، بنده خدا میاد کارا رو میکنه، لابد میپره یه دوش جنگی بگیره یا بره شام بیاره و اینا. خلاصه گفتیم بذار خودش بیاد. قبل از اینکه ایشون برسه، یکی از این خانم ها که من ایشون رو هم میشناسم، ولی متاسفانه شما میدونید وقتی 20 سال ایرانی ها رو میشناسی، همه خانم ها تقریبا شبیه هم، همه دیگه این روزا ماشاءالله موها بلوند اینها، دیگه یادتون میره که این خانمه مثلا آژانس هواپیمایی داره، یا این خانمه بنگاه خرید و فروش زمین و معاملات داره، یا این خانمه مثلا تو بیمارستان کار میکنه. در اصل هر جا هستن سلامت باشه، ما کاری نداره. این خانم آمد گفت که آی سوربی میخوای فیلم بگیری؟ من کم مونده بود بگم نه، این دوربینا برای فیلم برداری نیست، جدیدن این میاریم اینجا که اگر کسی خواست سکته کنه، فشار خونی بگیره و اینا، این وسایل پزشکیه. گفتم بله. به من گفت بیا فیلم بگیر. گفت نه تو رو خدا فیلم نگیر اینا. گفتم نمیدونم والا، یکی میگه بگی، شما میگه. خندید گفت آقا اگه فیلم بگیری شوهرای ما همه ما رو طلاق میدن. نه اینجوری گفت، شوهرای ما طلاقمون میدن. منم به شوخی گفتم مگه شما چند تا شوهر داری؟ گفت منظورم شوهرامونه، شوهرای ما همه رو طلاق میده. ما گفتیم چشم. دوربین رو اینجوری چرخوندیم، سرشو کردیم توی دیوار، نشست. بعد آقای همین خانمه به من گفت که
به من گفت که آهان تو رو خدا تا قبل از شام و اینها فیلم نگیر، بعد از شام که همه میرقصن یا یه چیزی اینجوری فیلم بگیرید. گفتم باشه، من از آقای مهدیزاد، من از آقای تبریزی میپرسم. چشم، رفتن نشستن و اعلام کردن شام، چه شام خوشمزه‌ای، جاتون خالی، مخصوصا مجردا که حال پخت و پز ندارید یا امکاناتش ندارید. قرمه سبزی، قرمه سبزی رو شیرازی ها میگن خورش سبزی، حالا دیگه نمیدونم این قرمه از کجا اومده و اینا، بمان قرمه سبزی بود، کباب بود، مرغ بود و یه خوراک دیگه هم بود. من حقیقتش عینکم با خودم نبود، ندیدم این خوراک چی بود، سوسیس بندری بود چی بود، ولی سعید کاووسی هم اونجا بود و آقای تبریزی از من پرسید که امشب خوراک ببین خوبه، چون جدیدن با یه نفر دیگه شروع کردیم. گفتم من شام خوردم، من ساعت 5:30 بوده شام خوردم و الان اومدم اینجا، ولی به خاطر شما این کارو میکنم، این فداکاری رو انجام میدم، شام دوباره میخورم. خلاصه جاتون خالی، شامم خوردیم و فلان و اینها و آمدیم. بعد شام آقای دی جی بروس جنکینز میشه بی جی، ولی دی جی میشه دیسک جاکی. آقای دی جی بن اعلام کرد که ما طبق معمول همیشگی این برنامه های 26 با سرود ملی ای ایران، که اشتباهه دوستان، سرود ای ایران هیچ وقت سرود ملی یا نشنال انتوم ما نبوده. ما 2-3 سرود داریم، یکیش اون سرودی بوده که در زمان قاجاریه بوده، همون که میگه وطنم وطنم وطنم، یکیش سرود شاهنشاهی، شاهنشاه ما زنده باد، یکی هم این سرودی که آخونده آوردن، والا من بلدم نیستم، نمیدونم چی در اصل. و سرود ایران سرودیه که اون آقای خالقی و دوستانشون وقتی که یه سرباز انگلیسی یا یه سربازی به سربازای ایرانی، به مردم ایرانی زور میگفته و اینا عصبانی شدن و این سرود رو سرودن. و چقدر سرود خوبیه، باز یادتون باشه برای اون زمان، برای اون موقعیت سرود خوبی بوده. الان این سروده یه کمی بوی نجات پرستی میده، یه کمی بوی این میده که زمین من از زمین شما بهتره. این سرود رو با دقت از اول تا آخرش میدونم که هیچ کدومتون از خط دوم به اونور بلد نیستید از حفظ بخونید. این سرود رو از اول تا پایینش که بخونید، از بچه هاتون که انگلیسی بلدن، از فامیلتون، دامادتون که آمریکایی باشه، اروپایی باشه، عروستون که خارجی باشه، بپرسید که آیا این درسته؟ ایران ای مرز پرگهر، ای نمیدونم هر جا که دست میزنیم گوهر و زمرد اینا بمانه. این سرود رو زدن، ما گفتیم خب دیگه الان که ایشون گفت فیلم نگیر، ولی آقای چیز میگه فیلم بگیر، ما هم دوربین رو به قول آمریکایی‌ها پن یعنی چرخونیم این، و از اینجا گرفتیم که آقای کاووسی شروع شد، رفت به اون طرف، دوربین رو برگردوندیم به اینجایی که دی جی هست، خاموش کردیم. سرود ای ایرانیه که یه چند ساعتم یا شادم دیروز روی روی فیسبوک ما بود. امروز صبح یه خانمی رو براتون نوشتش رو نشون میدم، ولی اسم ایشون رو من خط زدم پاک کردم که شما به اصطلاح این نوشته ایشون ببینید، ببینیم حالا جایی هم اسم چیزی نباشه که اینجاست. Select area. کمرای دو خدمت شما. نمیدونم خونده میشه یا نه، ولی دیگه قبول کنید. ایشون نوشته با سلام، این رو دیشب آخر شب لابد نوشتن، یا دیشب دیروز از 5:38 دقیقه بعد از نوشتن با سلام، ما در برنامه دیشب حضور داشتیم ولی از فیلم برداری شما آگاه نبودیم. تقاضا دارم که قسمتی از ویدیو را که مربوط به خانواده ما هست را از این صفحه حذف کنید. ما در قسمت چپ ویدیو هستیم، ممنون. خب من گفتم آقا اصلا این چه کاریه، ما خودمون رو درد سر میدیم، حالا یه کمی دیگه هم بعد یکی میگه من در قسمت راستم، اونو بردار اونو بردار. من برای ایشون نوشتم من اینو ور میدارم، ولی شما دوست عزیز یادت باشه شما اومدی یه جای پابلیک عمومی، شما تو خیابون این روزا به طرف نمیتونی بگی
از من فیلم نگیر، از من عکس نگیر. شما مهمونی خونه خالتم که میری یه دفعه میبینی پسر خالت فیلمتو گرفته بدون اجازت گذاشته رو فیسبوک. اون کار اشتباه دوستان، مهمونی خصوصیه. شما میتونی از خودت، از همسرت فیلم بگیری. اگه از صابخونه فیلم گرفتی باید ازش اجازه بگیری. من اجازه دارم اینو رو فیسبوک بذارم؟ اصلا اجازه دارم به کسی اینو نشون بدم؟ در هر صورت دوستان، من احمق رو بگو که نشستم اینجا میخوام به ایرانی‌ها یاد بدم چجوری روی پیامگیر پیام بذارید. ما کارمون خیلی خرابه. ما هنوز چیزای به اصطلاح حریم شخصی، خصوصی، عمومی رو بلد نیستیم. در هر صورت ما از امروز به شما میگیم دوستان، ما نخواستیم این درآمد بسیار خوبی که از فیلم برداری از مجالس ایران، حالا میفهمم این آقای عباس شیر محمدی سالها پیش گفت من شروع کردم اینجا عکاسی به اصطلاح عروسی های ایرانی و اینها، بعد یه دفعه دیدم که آقا مثلا یه دختر بچه اونجا میگه آقا عکاس باشی از من عکس بگی فلان، یا اون یکی اینجوری میگه، گفتم بابا بالاخره نمیدونم. در اصل بعضی وقتا شما میفهمی اون قبلی ها که گفتن ایرانی ها چنین و چنان، یا اون قبلی ها که گفتن ما دیگه با ایرانی ها کار نمی کنیم به خاطر چی بوده. در اصل اینم از این ماجرا، نسبتاً 30-40 نفری آمده بودن، خوراک تا دلتون بخواد زیاد بود، کبابش خیلی عالی بود، چون گفتن ایشون یکی به اصطلاح این کبابا رو جدیدن اون درست کرده و اینها، همه چی خوب بود، خوراک و اینها. و شما هم اگه اونجا بودید و خوراک خوردید و نمیدونم اینها امتحان کردید، با آقای تبریزی تماس بگیرید بگید. دیدم خیلی ها اون شب اونجا اومدن ازش تشکر کردن و بهش گفتن که خوراک خوب بوده و همه چیز عالی بوده. خب ما میخواییم که من همیشه شما را مثل یک برادر دوست دارم و از محبت و زحمات شما ممنونم. همیشه شما برای من دوست خوبی بوده، شاد و موفق باشید. ممنونم. آقای ضیا مصطفی‌زاده وقتی که نامه دکتر نصر احمدی و درخواست‌های تکراری به رضا پهلوی و اینها بود، ایشون ورداشتن دیروز یا امروز صبح اینو نوشتن که من گفتم چه جالبه، چون من هم میخواستم در رابطه با اینو دیشب نوشتن ایشون فرستاد، من هم میخواستم در رابطه با این دعوت تکراری از رضا پهلوی امروز صحبت کنم. حالا جالبه اون به این صورته که دبیرخانه جبهه رهایی و بازسازی ایران، دوستان یه چیزی دقت کنید، هرچی اینا اسمشون طولانی تر باشه تعداد آدمایی که توشن کمتره، هرچی اسم بزرگتر باشه نشون میده که توش اون خالیه، خلق. دبیرخانه جبهه رهایی و بازسازی ایران تقدیم میکنند. این آقای نصر احمدی تا حالا 3 بار 4 بار نامه نوشته یا فراخوان نمیدونم، یا دعوت به مناظره به این رضا پهلوی که تو چنین هستی چنان هستی، عرضه نداری، تنبلی، بی بخاری، بیا مناظره. آقا من نمیدونم اگه این گفته بود من عرضه دارم، من اونجوری باید میگی مناظره، وقتی خودش میگی من نه شاه هستم نه عرضه دارم، من یه شهروند معمولی هستم، چه کارش داری؟ آقا بذاره برای خودش خوش باشه. شانس آورده پسر یه آدم پولداری بوده که البته آقای مصطفی‌زاده ایشون پسر محمد رضا شاه بودن رو زیر سوال بردن به این صورت. میگه که جناب آقای نصر احمدی، با احترام و پوزش بسیار از حضور شما هم میهن، به دلیل بکارگیری واژه‌هایی که تنها در خور رضا فرح‌زاده است و این که من شما را گرامی خطاب نمی کنم به این دلیل است که اگر رضا فرح‌زاده گرامی خطاب شود دیگر گرامی معنی خوبی نخواهد داشت. دیروز من یه فیلمی داشتم نگاه میکردم از آقای جمشید مشایخی که 1 دقیقه نقش یک مهمان هنرپیشه مهمان داشت و نوشته بود با شرکت گرامی جمشید مشایخی. من یکم فکر کردم یعنی چی با شرکت گرامی فلان اینها، بمانه. در صورتون
فیلمم ایشون آمد و صحبت کرد و بعد مثلا چند دقیقه دیگه مرد و عکسش گذاشت بودن که مرده. راستی جمشید مشایخی زنده است یا مرده؟ از بس این دوستان هی میگن فلان هنرپیشه مرد، فلان هنرپیشه زنده است، وقتی یکی هم میمیره ما یادمون نمیاد. ضمناً آقای ابراهیم یزدی بالاخره مرد و به موقعش خبر که رسید بهتون به اصطلاح میگیم. سوربی رضا پهلوی آرش میشه با همه کس، فالوده نمیخوره، کس شنش میشه. آفر آرش میشه، آرش نه آرش میشه. بله آقای مصطفی زاده نوشته جناب آقای نصر احمدی با احترام پوزش و اینها، بله و اینکه من شما را گرامی خطاب نمی کنم که اگر رضا فرح‌زاده گرامی خطاب شود دیگر گرامی معنی خوبی نخواهد داشت، و اما اینکه شما او را شاهزاده می خوانید موضوع بسیار بجا و درست است، زیرا زاده یک مرد خواه شاه باشد و یا مرد دیگری چیزی نمیتواند باشد جز آنچه از آن مرد در خلا تخلیه می شود. ولی اگر منظور شما از تکرار شاهزاده این است که او فرزند محمد رضا پهلوی می باشد، شما سخت در اشتباه هستید و به اطلاع شما می رسانم که محمد رضا پهلوی بنابه دلایلی که اگر مایل باشید اطلاع دهید شرح کامل آن را برای جناب‌عالی ارسال خواهم کرد، هرگز دارای فرزند نشد. جناب نصر احمدی ارجمند، این احمق نمی داند میهن چیست و نه مفهوم ملت را می داند. او فقط نگران پول است و شاید هم در فکر این که باز هم بتواند به چپاول سرمایه های ملت ایران بپردازد. اما در نهایت تأسف در نوشته های شما دیدم که درباره وجدان این گوساله نوشته اید. به نظر من شما به گوساله توهین کردید. آخر بزرگوار شما کجا و چه زمان در وجود شاهان و وابستگان آنان اهم از حلالزاده و حرامزاده وجدان یافته؟ آخه بزرگوار شما کجا و چه زمان در وجود شاهان وابستگان آنان اهم از حلالزاده و حرامزاده وجدان یافته اید که اکنون از وجدان این توله فرح صحبت می کنید؟ آیا فکر می کنید این احمق معانی واژه هایی که شما در نامه های خود به کار برده اید را می داند و یا می فهمد؟ او معنی اعتبار، شخصیت، قائم به ذات، خصال، پایبندی به اصول، فداکاری، سنت، هنجار ملی و شهامت را به کلی نمی داند و نمی فهمد. و اما گریختن، دزدی، بیشرفی، بیشرمی از این قبیل اساساً در ذات ایشان نهادینه شده است. با احترام مصطفی زاده. دوستان من این نوشته رو همین الان زیر این برنامه های فیسبوک قرار میدم که شما اگه و خواستید داشته باشید، و آقای مصطفی زاده هم ایمیل بسیار آسونی داره، zia1941 اگه اشتباه نکنم، بذار یه نگاه کنم اینو درست میگم. بله و 1942، یک سال ایشون رو پیر کردم، عذر میخوام ازشون. بله اوکی، zia1942@gmail.com بذارید ایمیلشون هم بذارم اونجا که اگه شما خواستید میتونید حتی باشون تماس بگیرید، چون ایشون همیشه هر چیزی نوشته با کمال شهامت، شجاعت اسمشو گفته و به اصطلاح خودش هم نشون داده و مثل دوستان شاه اللهی نبوده که همیشه یه جایی پنهان شده باشه، قایم شده باشه و اینها. بله بذارید من این ایمیل آدرس ایشون رو این زیر بذارم براتون و به این صورت پیست اینجا هم. بله zia1942. فیسبوک هم مشکل داره، تا میزنی انتر میره. بله حالا درست شد. بله میره اونا رو میچسبونه به هم و خلاصه این رو هم ما در صفحه مردم تیوی هم بذاریم. سعی میکنیم نوشته ها، عکس ها، چیزایی که نشون میدیم به اصطلاح اونجا بذاریم اگه یه کسی پیدا میشد. این کلمه ادمین خیلی خوبه، اگه دالش رو بردارید میشه امین، امین باشه و در حین برنامه ما یک کمکی کنه این کارا رو انجام بده خیلی خوبه. این دوستمون آقای علی ترابی وقتی گفت من میام آمریکا ما اینقدر خوشحال شدیم
گفتیم که بالاخره یک یار و یاوری رسید، ولی اینجا که اومد انقدر کار داره و انقدر رو فیسبوک به این و اون دعوا و به اصطلاح وقت گذرونی که نمیکن. من یک انتقاد کردم که چرا شازده جواب دکتر نصر احمدی نمیداد، کلی فوش خوردم. حالا دیدی آقای علی ترابی، یادت میاد شما طرفدار آقای شازده بودی؟ یادت میاد از ترکیه نوشتی تو دهن این سربی باید سرب داغ بریزن؟ حالا شما هم مثل امید دانا، حالا شما هم مثل فخرآور، حالا شما هم مثل هزاران نفر دیگه فهمیدی که بابا اینا زودتر از من فهمیده، نه اینکه ما نابغه بودیم، بر اثر جبر زمان، جبر مکان، شرایط ما زودتر اینجا رسیدیم، زودتر نزدیک بودیم، زودتر فهمیدیم این هیچ چیزی نیست و فقط ساز و دهلیه که گوشت رو کر میکنه و خیلی هم بد مینوازن. در هر صورت خوشحالیم که امروز شما به اینجا رسیدی، ولی یه عذرخواهی به من و دیگران بدهکاری، همینجوری که این امید نادان یه عذرخواهی بزرگ بدهکاره، ولی آدمای بزرگ عذرخواهی میکنن و بعدش هم احساس آرامش میکنن، ولی آدمای احمق و کوچولو مثل این امید نادان، مثل این فخرآور و اینا اهل عذرخواهی نیستن، میشن مثل ترامپ. حالا این دوستون میگه آقا شما باز بند کردی به ترامپ. دوست عزیز، ما به ترامپ بند نکردیم. ترامپ نادان و احمق به جای اینکه در سن 71 سالگی بره با این پسرش که مشکل داره بیشتر وقت بذاره، بیشتر برسه، اون اومده به ما بند کرده و ایشون میگه شما چرا از وقتی به ترامپ آمده؟ میگم بابا جون، برای که اون موقعی که ترامپ نیومده بود دزدا KKK سر خودشون رو میپوشوندن، الان آشکار میان بیرون. میدونم شما میگید خب چه بهتر این آشکارش کرد، ولی حالا جوری شده که من و شمایی که آدم معمولی هستیم باید از ترس اینا خودمون رو بپوشونیم. این خیلی بده. بعد ایشون میگه شما چه کار بچهش داری؟ میگم خانم من کاری به بچهش ندارم، من میگم کسی که تو این سن و سال بوده نباید میرفته بچه دار میشده. ایشون میگه خب شاید خانمش بچه میخواسته. میگم اون خانمش هم از این شارلاتانتر، اگه اون واقعا بچه میخواست و به فکر این نبود که مال و منار و ثروت و باقی مونده یک آدم شارلاتان پولداری رو به جیب بزنه، این خانم همه چی داشت. هزاران نفر همسن و سال خودش، 4 سال، 5 سال، 10 سال از خودش مسنتر حاضر بودن باهاش ازدواج کنن. الان مثل که 40 خورده سالشه، اون موقع که با این ازدواج کرده 30 خورده سالش بوده، ازدواج میکرد یه بچه سالم گیرش میمد. البته آدم نمیدونه، خود ایشون هم نوشته که هیچ تحقیقی نشون نداده که مثلا مردا اگر 60 سالشون باشه وقتی بچه دار میشن بچهشون ممکنه اشکال داشته باشه. منم خبر ندارم، ولی یه چیزی هست که میگن توی سنی دیگه بالاخره بچه خانوم ها از یه سنی که گذشت، آقایون از یه سنی که گذشت، شوخی ها کردن، جوک ها گفتن، میگن موقعی بچه دار بشی که با پسرتون نگه خدا بیامرز بابام، یا اگه میبرینش دم مدرسه مردم فکر نکنن که شما پدر بزرگش هستید. البته این روزها خیلی میبینیم. من مدت ها پیش یک دوستی رو دیدم، سالها ندیده بودمش، توی جایی داشتیم ساندویچ میخوردیم، بعد این وقتی آمد سلام علیک کردم و اینها، گفتم ای چه خوب شما نوه‌دار شدی، ما خیلی عقبیم. گفت نه آقا، من زنم رو طلاق دادم رفتم ایران یه زن گرفتم، این بچه‌مه. یه نگاهی کردن گفتم این بیچاره بچه پس فردا باید بیاد توی چی میگن مراسم دفن و کفن و اینها. تأسف نمی. خب و اما این، آهان، یه جایی نوشته بود که پاک شدن ساده است، پاک موندن مشکله. ببخشید این یه فیلمیه. آقای خسرو بهرامی زنگ زدن، پیام گذاشتن، گفتن اگر فیلم‌هایی از بچه‌های کارتون خواب، اگه فیلم‌هایی از آدم‌های معتاد، اگه فیلم‌هایی از شرایط سخت زندگی ایران نشون بدیم، ایشون این به اصطلاح ساعات رو حمایت می‌کنه. من به ایشون گفتم بهتره شما اون لینکیو که دوست داری نشون بدین که مورد علاقت باشه.
بعد به خودم فکر کردم، گفتم خب حالا چه سودی داره؟ وقتی داشتم رانندگی میکردم گفتم که اتفاقا سودش اینه، ممکنه یه نفر که امروز میخواد بره یه بطر ویسکی بخره $100 با دوستاش بخوره، فردا هم همشون سردرد داشته باشن، بگه آقا من این $100 رو میدم به خواهرم تو ایران، به برادرم تو ایران، میگم برو یک بچه براش یه دمپایی، یه لباس، یه چی بخره. آقای علی طاهری، علی ترابی یک عکسی گذاشته بود از یه دانش آموزی، این کیسای برنجی 20 پوندی هست، من و شما اینجا میخریم، اون وقتا کاسکو میداد یا پرایس کلاب میداد $6، الان $20 شده، اینو انداخته پشتش مثل به اصطلاح بک پک. و چه فکر خوبی البته، یعنی وقتی نگاه کنه خیلی بجا، قشنگ این زیپش هم که بالاست گذاشته بالا و اینها، بعد البته ایشون خواسته نشون بده. حالا سوال من از علی ترابی عزیز اینه، علی ترابی رفتی برای 10 بچه به خواهرت، برادرت، پدرت، مادرت، دوستت، فامیلی که اطمینان داری که پول 10 از این کیفا رو اگه براش بفرسی نمیره مواد بزنه، نمیره عرق بخوره، نمیره برای بچهش یه دوچرخه بهتر بخره، و اونم میگه خب حالا علی که خارجه 10 فرستاده، منم 20 میفرستم، اون دوستشم میگه منم 30 میفرستم، که بشه برای 10 و 20 و 30 تا 60 بچه از این بکپک ها بفرستیم اونجا داشته باشن. بابا شما بگید چه ملتی، چه ملتی پولدارترین، بزرگترین کشور، سرمایه‌دارترین کشور هست؟ مگه همین آمریکا نیست؟ الان ببینید توی تگزاس این ماجرای بارون و اینها که اومده، که میخوام ببینم این دوستان ترامپ، اون پدرسوخته‌هایی که مثل پترسون بود، کی بود؟ خبری هم ازش نیست، مثل که مرده، گرچه مصاحبه با ترامپ کرد. اینا وقتی یه جای دیگه زلزله میاد، اینا هم مثل آخوندا میگن به خاطر که مردم گناه کردن یا به خاطر این که مثلا هیتی شیطان پرست بوده و فلان، اینا یکی نیست به اینا بگه احمق، شیطان مگر یکی از فرشتگان خدا نیست؟ اگه خدا را قبول داری چرا این شیطان را نگه داشته؟ چرا سر به نیستش نمی کنه؟ حالا ببینیم اونا چی میگن. اولا موقعی که همه آمریکا نگران تگزاس بودن، این ترامپ شارلاتان آمد، یک پیرمرد 85 ساله‌ای که سالها ظلم کرده، سالها قانون آمریکا رو زیر پا گذاشته، چه قانون ایالتی چه قانون ولایتی، همه رو زیر پا گذاشته، قانون فدرال و اینها رو، بعد دادگاه بهش مثل که 6 ماه زندان داده، که به این که زندان میدن بعضی وقتا اصلا زندانان هم ممکنه معلق کنن، نره زندان، ولی دیگران حساب کار خودشون بکنن. اولا چند مدت پیش که ترامپ رفت، فکر کنم تو نیویورک بود، به پلیسا گفت که اصلا نگران نباشید، اگه یه جایی باد بزنید بزنید، من هستم، که بعد گفت من شوخی کردم، به عنوان شوخی گفتم. حالا اینو داشته باشید. حالا آمده اینجا روز جمعه، میگم خبرایی رو که مهمه، ولی اگر نمیخوای کسی بفهمه روز جمعه دامپش کن. کلمه دامپ دو سه معنی داره، یکی مثلا یه ماشین کمپرسی، یه باری رو که میریزه پایین بهش میگن دامپ، یعنی همینجوری چاکی ریختش پایین. دستشویی و توالت که میرن، خیلی از آمریکایی‌ها میگن من رفتم دامپ کردم، یه چیزی از خودش دامپ کرده، مثل این آقای رضا پهلوی که دامپ شده از فرح. خب اینجا بهش میگن نیوز دامپ، یعنی اخباری رو که عمدن روز جمعه اینجوری میکنن که بی سر صدا بره. و ترامپ این کارو کرد، این پیرمرده جو آپایا جو، حالا میخونم براتون مقالش. بعد جالب اینه که دوستمون، همین دوستی که میگه چرا به ترامپ اینجوری گفتی، این مقاله رو نوشته، بذارید براتون بیارم بخونم. بله اینجاست، today امروز قرار این برنامه عقل بشر قسمت 17 رو هم برای شما پخش کنیم. از دوستمون تشکر میکنیم، این برنامه از دیگر برنامه ها کوتاه‌تره و به نظر من همین برنامه های کوتاه‌تر بهتر است. حالا یه وقت میبینی که یه مقاله رو، یک اون چیزی رو آدم وقتی شروع میکنه نمیتونه نیمه تمام بذاره مثل داستان شب، ضمن اینکه خود این برنامه ها
خودش کلش یک به اصطلاح یک موضوعیه که باید در مورد صحبت کنیم. اون را هم من براتون ساعت 3 پخش میکنم. این واهیک دوست ما مدتها پیداش نبود. واهیک خیلی خوشحالم که آمدی. درست میگم همین واهیکی هست که موسیقی و اینها هم میزنه. این بنده خدا حتی به ایرانیا آفر میکرد پیش، یعنی مجانی میگو من یادتون میدم. در هر صورت نمیدونم، یک اشکال بزرگی تو ما ایرانی ها هست، فیلم برداری میاد جای عمومی، مثل این میمونه که مثلا سیزه بدر شما بری به یه نفر بری جلو دوربینش بگی آقا از من فیلم نگیر، شما این میخوای کسی ازت فیلم نگیره، یه دونه از این پاکت های گروسری یا پاکت های بقالی بکن سر دوتا سوراخ و اینها برای چشمت و دهنت. این کاریه که همین کوکلوس کلان انجام میداد. در اصل دوستان این مشکل خیلی بزرگیه که ما متوجه نیستیم، هم این ور ماجرا متوجه نیست، هم اون ور ماجرا متوجه نیست. من یه عکسی یه جایی از یک کنار دریا بودیم، یه دختری ماسک کرده بود رو ماشین بود، من این عکس رو گرفتم میخواستم بفرستم برای دوستم. خانمم گفت که این کار رو نباید انجام بده. گفتم بابا تو خیابونه این؟ گفت نه، هم من هم شما دختر داریم، نمیدونم میدونیم ما باید به هم بگیم دیگه. نداشتیم که این دستگاه و تلفن و فلان اینا نبوده که تو خیابون ایران همجوری راه بریم از این اون عکس بگیریم فلان بگیریم. در اصل دوستان تو خیابون اگه میاین شما میتونی عینک بزنی، کلا بذاری، قیافه خودت عوض کنی، ولی نمیتونی به مردم بگی ازت فیلم نگیرن. شما حتی تو ماشینت که نشستی طرف میتونه اینجوری وایسه تو جای پابلیک ازت فیلم بگیره. شما میخوای دیده نشی باید ماشینتو پرده بزنی بهش، نمیدونم از این فیلمای سیاه دلق بهش میگن یا تلق بهش بزنی و غیره و اینها. و اما فیلم برداری، فیلم و عکس برداری از مجالس، کجا این خط قرمز خصوصی و عمومی کشیده میشود؟ عکس 26 هم بهتون نشون دادم و فکر کنم دیگه شما جایی من رو با دوربین مخصوصا در مراسم ایرانی نبینید. حالا هم میگن اوفه راحت شدیم. خب بیچاره مرد عنکبوتی اهواز سقوط کرد، امیدوارم که نمرده باشه. آقای سعید عزیز، این پل اهواز که شما نشون دادی، من چون پادگان اهواز اون لشکر 92 اون ور آب، میدونید به جای شمال و جنوب میگفتن اون ور آب و این ور آب. این ور آب مرکز شهر و خیابون پهلوی و خیابون سیروس و سینماها بود و اینها. اون ور آب بیچاره اگه اشتباه نکنم جمشید آباد یه چیزی اینجوری بود، پادگان بود و میدونید ورج پادگان هست معمولا محل فقیر نشینه، مثلا ارتش سوم شیراز یا همون اولا که زرهی پادگان شمال چاری نامد فقیر نشینن، چون این بند خدایی که از یه شهر دیگه میان حالا یا گروبانه یا سربازه یا فلان اینا میخوان یه خونه. خلاصه من روزی دو بار از این پل میرفتم و میمدم و جالب بود آخر هفته شبای جمعه همین کنار رودخونه اون پایینش و اینها مردم چه شبای خوشی داشتن اینا. من حتی یادم داداشم مثلا یه دفعه آمد ملاقات ما، شب رفتیم با هم اون پایین که جای قشنگی بود. ایام عیدم تمام مسافرها، هتل که نبود که، تمام مسافرها میمدن کنار این، چادرم نبود مثل الان چادر اینا خیلی خوب کرده. بله جناب سربی عزیز، نوازنده هستم، امیدواریم که همیشه سازت کوک و پیوسته دلت شاد و لبت خندان با. اینی که میگم من مثلا آقای اسکندری چند تا دارم، وقتی میگم واهیک میخوام اتفاق من با یه آقای اسکندری هم توی آبادان یک مدتی خدمت کردیم، اون موقعی که کارخونه یخ خسرو آباد رو درست کردیم و اینها، یادش بخیر. بله میگه که آهان این متاسفانه باز ریخ به هم، وقتی که ما این فارسی رو اینجوری از یه جایی میاریم اینجا، بذارید من بهتون نشون بدم. این شما اگر روی فیسبوک خانم شایسته الهامی باشین
حتما این رو دیدید، حالا اینجا ریخته به هم و من باید عکس میگرفتم، به جای اینکه کپی اند پیست کنم باید عکس میگرفتم از اون نوشته. چون مثلا ببینید اینجا نوشته کیه که بخشش او توسط به ترامپ اینقدر سر و صدا کرده، جو آرپایو. البته منظورشون اول اینجوریه، جو آرپایو کیه؟ یا حالا بذارید من ببینم رو وبسایت خودشون میتونم، رو فیسبوک خودشون میتونم پیداش کنم. دوستان اجازه بدید یک لحظه برگردیم روی فیسبوک، و عجب دنیایی شده این فیسبوک. خانم شایسته الهامی، حالا من دیگه میترسم از دوستان ایراد بگیرم، چون مثلا اگر کسی دنبال خانم شایسته الهامی بگرده نمیتونه تو فیسبوک ایشون رو پیدا کنه، چون به انگلیسی نوشتن شی ال، بعد به فارسی هم نداره، نمیدونه. ضمن اینکه شما میتونید هم به انگلیسی هم به فارسی بنویسید. حالا ما اینجا نشون میدیم دوستان که شما اگه دیدید یا خواستید برید نوشته های ایشون رو بخونید، ایشون همون کسی هست که مقالاتشون رو من میخوندم، مقالایی که می‌نویسن جالبه. ولی همون جوری که من از موقعی که ترامپ آمده از این وری هست شدم و عصبانی هستم، ایشون از اون وری و میخواد هر کاری که ترامپ میکنه توجیه کنه. مثلا شما این نوشته همین پیرمرد نژاد پرست کم سواد آقای جو آرپایو، اصلا خود این جو آرپایو فکر نمی‌کنید فامیلیش اسپانیشه؟ یکی برای من بزنه ببینیم این فامیل به اصطلاح اصل و نسلش، اصل و نسبش به کجا. من ببین اگه عکس گرفته بودن دوستان اونجوری ریخت و پاش نمی‌شد. چه خوب شد که حالا اینو به این صورت نشون داد. ایشون 23 ساعت قبل نوشته جو آرپایو کیه که بخشش او توسط ترامپ اینقدر سر و صدا کرده، چه کسی بوده است؟ او زمان بیل کلینتون در سال 1992 به عنوان شریف یا کلانتر شروع به کار می کند. به خاطر رفتار بد با مهاجرین و خصوصیات ریسیستی و نژادپرستی مشهور می شود. کسی جلوی او را نمی گیرد. زمان بوش و اوباما همینطور روز به روز محبوبیت فراوان به دست می آورد. از 1993 تا 2015 یعنی از زمان بیل کلینتون تا اوباما مبلغ 142 میلیون دلار به عنوان غرامت به شاکیان شامل مرگ دو زندانی پرداخت می‌کند. سال 2011 قاضی از او به خاطر رفتار بد با پناهنده‌ها و زندانیان سوال می‌کند. او جواب می‌دهد که فرمان و اوامر را اجرا می‌کند. او 5 بار به شغل رئیس کلانتری یا همون شریف انتخاب می شود و در منطقه فینکس آریزونا از محبوبیت 60-80% برخوردار بوده است. یک ماه پیش او محکوم می شود و حالا ترامپ او را مورد بخشش قرار داد. سوال این است چرا در عرض 24 سال گذشته بیل کلینتون و جورج بوش و اوباما در سر کار بودند و با پناهندگان و زبنانیان رفتار خشنی داشته کسی جلوش را نگرفته؟ همینها باعث می شود که طرفداران ترامپ گفته های رسانه ها را باور نکنند، وارد بازی رسانه ها نشویم و تله آنها ما را گرفتار نکنند. ببینید این جوریه که خانم شایسته الهامی که یک نویسنده است، چندین زبان رو میدونه، اونا 4 تاشو من میدونم، فارسی، انگلیسی، ترکی، فرانسوی رو خوب میدونن، اینجوری نگاه میکنن. ولی نگاهی که من میکنم میگم خب اقلا توی اون زمانها اونایی که داد زدن، فریاد زدن، شکایت کردن، پول گرفتن، جریمه شونی گرفتن و امروز منتهی شده به اینکه این بره زندان، یعنی محکوم بشه. ترامپ چه کار کرد؟ ترامپ اومده کسی رو که قانون فدرال رو شکسته زیر پا گذاشته پاردن یا بخشیدش. و خود ترامپ یکی از سوالاش اینه که آیا من میتونم خودم رو هم ببخشم؟ یعنی چی؟ یعنی من که امیدوارم این قانونه از بین بره. چه اوباما، کسایی که بخشید، مثلا اوباما این آقایی که مدارک رو داد به ویکیلیکس و اینها بعد شد زن، اون رو بخشید. کسای دیگر رو بخشید، معمولا کسایی که خودشون باهاشون دستشون توی سفره هست، دزدی میکنن، قانون میشکنن، اینا همدیگر رو میبخشن.
کلینتون همین کار کرده، جورج بوش همین کار کرده، همه اینا این کار کرده. امیدوارم دو سه تا قانون عوض بشه. یکی این که از امسال ما نتونیم برای 4 سال دیگه تبلیغ کنیم. آقا خانم یه ما دو ما قبل از انتخابات بیان تبلیغ کنن. بعد دیگری این که نتونیم پول بدیم به اینا که من مثلا 3 دلار میفرستادم، 5 دلار میفرستادم برای این آقای سندرز، فکر میکردم چه کمکی هم کردم، ولی یه دفعه میبینید 100 میلیون دلار یا 1 میلیون دلار برادران کخ میدن به فلانی و به دوتاشون هم میدن. یعنی اونی که به دوتاشون میده میگه چی؟ میگه منظور من برنده شدن تو نیست، منظور من برنده شدن تو نیست، منظور من برنده شدن خودمه که هر کدومتون برنده بشید شما غلام و اسیر من باید باشید. این قانون پول دادن و انقدر خرج کردن از بین بره. دیگری این قانون قدرت بخشیدن رئیس جمهورا، چرا ببخشی؟ شما اگه خطایی کردی باید بری زندان. اون وقت اگه اینجوری باشه طرف خطا نمیکنه بگه بله من به ترامپ پول دادم، به کلینتون بگیم که شما خوشحال باشه، به اوباما پول دادم اون میاد منو ببخشه. دوست عزیز ما داریم اینو میگیم، میگیم بابا اقلا دوره اونا کی روز روشن نمیمد تو خیابون با چوب و چماق، شب در تاریکی کلاخود میکرد سرش میومد خونه، یک کسی رو آتیش میزد، یک کسی رو تو جاده گیر میوردن میکشتن فلان. الان اینا روز روشن دارن میان بیرون و شما نمیدونی تو آمریکا چه جویه. حالا ما یه جایی زندگی میکنیم که همه تحصیل کرده هستن، دایورسیتی یعنی آدمای مختلف اینجا هستن. اصلا به واشنگتن میگن لیتل آفریقا، یعنی آفریقای کوچیک، چون همش سیاه‌پوست و اینا هست، چه سیاه‌پوستای خودش چه سیاه‌پوستای آفریقایی و اینا. شما یکم بری اون ورتر میری یه جایی بهت میگه بلند شو برو بیرون از تو رستوران. این داره اینجا، بعد هی شما میگی بله منم میشینم اینجا میگم که خرابی تا بدانجا کاباد میگرده. البته ایشون میگه که من برای شما الان دیگه این روزا نمینویسم چون نمیخوام برنامه‌تون رو با من شروع کنید، من احتیاج به شما ندارم. اینقدر خرابی هست هر جاش نگاه کنی میشه برنامه بذاری. شما ببین همین احمق موقعی که مردم نگران تگزاس هستن، این اومده تو توییترش داره تبلیغ کتاب دامادش رو میکنه. آخه تو چه احمقی بودی، چه کتابی نوشتی که حالا دامادت چه کتابی بنویسه؟ چه گلی بر سر ما زده ای؟ و شما یه مقداری حساس شدی، هر کی حرف از ترامپ میزنه فوری 6 تا مدرک میاری که اونم بده. ما که نگفتیم اونا خوبن، به همین خاطر رأی ندادیم. والا بلا اگه همه مثل من فکر میکردن رأی نمیدادن، این سیستم رأی گیری میریخ پایین، عوض میشد که یه کسی که 3 میلیون رأی کم آورده نتونه امروز اونجا باشه دروغم بگه دیدید که رأیای من زیاد بود. همون سه تا ایالتی که رأی دادن که این شد رئیس جمهور، ایالتایی هستن کم سواد توشه، معتاد توش زیاده، بیکاری توش زیاده، همونا امروز میگن این ما رو ناامید کرده. حالا شما چجوری همینجوری هی اصرار میکنید؟ خب اگه خوب نیست بگید خوب نیست، اگه خوب نیست نگید خوب هست چون میاد بدیها رو من نمیفهم. دوستان شما میفهمید؟ و از امروز 10 روز تظاهرات و راهپیمایی از شارلوتسویل تا واشنگتن و اینجا رسمه. وقتی که یه اتفاق اینجوری میفته یه عده‌ای جمع میشن، اینم خبرش هست بهتون نشون میدم. در هر صورت این مردی که یه پیر 85 ساله شریف، این ظلم ها کرده، این آدم ها کشته، بعد اینا چیزایی که پیدا شده قانون دنبالش بوده، چه بدبختایی رو گرفته، تجاوز کردن، کشتن، از انداختن این ور و معلوم نیست، اون رو دیگه خدا دانه. بمانه مسابقه بوکس شنبه شب، همون موقعی که ما تو این مهمانی آقای مهدی تبریزی بودیم، سعید کاووسی نگران بود که این مسابقه بوکس رو میشه نشون داد یا نه. من رفتم تو بار بغل اونجا، گفتم شما تا چه ساعتی بازی؟ بارا معمولا تا 1 بازن، ولی این چون بار هتل هست، گفت ما معمولا 10:30 وقتی کسی دیگه اینجا نیست میبندیم، مگر اینکه ایرانی هایی که اون اتاق بغلی هستن مشروب و اینا بخوان ما باز میمونیم. منم خندیدم گفتم تو هنوز ایرانی ها رو نمیشناسی. یه سریشون خانوما که اهل مشروب نیستن، اونایی هم که مشروب خوره مشروب کوچولوش تو جیبش میاره، با
برو قربونت ببن برو راحت بشین فیلمتو نگاه کن. در هر صورت من نگاه نکردم، هیچ علاقه ای هم به این بوکس و اون کشتی که میزنن همدیگر خونین و مالین میکنن نداشته، ندارم و نخواهم داشت. این بار یک کسی که کارش کاراتو و نمیدونم چیز اینا هست اومده، یه نفر که بوکسوره و چند سال هم که نبوده، حالا دوباره چالنجش کرد، چالش به چالش کشیدش، اونم اومده و یک مسابقه پرپول زیادی که بازنده 100 میلیون دلار گیرش اومد، برنده فکر کنم 700 میلیون دلار اگه اشتباه نکنم، حالا اشتباه بکنم حالا شما یه دو دلار بالا و پایین به ما ببخشید. در صورت بعدم اون اومد بعد برنامهش بعد مسابقه گفت بله داورام یه دو تا اشتباه گرفتن ولی اب نداره. سیاه خیلی قشنگ با منطق صحبت کرد، اون سفیده که فکر کنم ایرلندیه یا مال استرالیا، مال استرالیان فکر کنم، آمد شیشه ویسکیش هم دستش بود و وایساد صحبت کرد و اینا. خب اونم خوشحاله که 100 میلیون برنده شده و همه میگفتن خطر این هست که این کشته بشه، اینقدر ضربه های اینا قویه که کشته بشه. البته من فکر نمیکنم، فکر میکنم که اگر کسی بیاد جلوی یک کسی وایس قوی باشه مشتش بزنه، اول ناک داون میشه میفته زمین، بعد دوباره بلند بشه بزنتش ناک اوت میشه. و کار مربی اون وسط، داور اون وسط اینه که نگذاره اگه این گیجه مغزش گیجه این دوباره بهش ضربه بزنه. البته بله توی مسابقات بوکس خیلی ها کشته شدن ولی اینم پول خونیه که پول خونشون رو اینا قبلا میگیرن. فوتبالیست ها همینجور، فوتبالیست های آمریکایی همینجور، حتی فوتبالیست های دنیا که فوتبال معمولی بازی میکنن که با پا شوت میکنن اینا هم همینجور، اینا خودشون روزی که اومدن همینجور. همین آقای عنکبوتی بیچاره که رفته روی میله های اهواز، البته بعض وقتا وقتی نگاه میکنی میبینی ایشون در موقعی کشته شده که بیشترین خوشی رو داشته. مثلا اگه یه کسی چت بازی دوست داره، اسکی دوست داره، یه نماینده بود شوهر قبلی این خانم شعر خواننده، رفته بود اسکی، وقتی اومده بود از این پیچ خما پایین مثلا یه جایی درست نپیچیده بود، خورده بود به درخت مرده بود. و خب ببین خانواده‌اش ناراحتن که اینو از دست دادن، ولی اگه فکر بکنیم اون تو اون لحظه بیشترین لذت رو داشته می‌برده و مرده و رفته. حالا این آقای عنکبوتی هم اگه بتونین میریم رو فیسبوک سعید و بهتون نشون میدم. اجازه بدید من ببینم میتونم پیداش کنم کجایی سن، اون آهنگ مال چه شعری بود، کجایی کجایی، بله اینجا آقای سمسممی. این فیسبوک هم از موقعی که عوض کرد و کردش مسنجر جدا و اینها، ویدیوها رو خیلی کوچیک نشون میده و خیلی بده. حالا من مجبورم مسنجر رو باز کنم، اینم یکی از اون کلکایی که اینا میزنن که صفحه هاشون به اصطلاح بیننده بیشتری داشته باشه. ضمناً اون روز آقای علی ترابی وقتی که آمد و نقل برنامه زنده بنی صد گفت و بعدم آمد گفت آقا این آقای نمیدونم رادان رادمن شیرازی هم اومده بود اونجا، منم نوشتم آدم دوستی مثل علی ترابی داشته باشه احتیاج به دشمن نداره، بعد نوشت که او ببخشید من حالا فهمیدم چه کار کردم. گفتم که من خیلی خوشحالم که ما از این معرکه‌ای که میگیریم درآمدی نداریم که مثلا بگیم 20 نفر اینجا جمع شدن 22 تومن دادن 40 تومن گیرمون اومده، چون تو میای میگی بنی صدرم اونجاست اون یکی هم برمیداره میری، خب دو تا 2 تومن ما از دست دادیم شد 36 تومن. ولی عزیز من اینم مثل همون مجلس خصوصی، مجلس عمومی، حریم دیگران، شما اینجا مهمون من هستی، اگه این برنامه حتی خوبم نیست میخوای بری برو بیرون وایسا، برو تو اون قسمت خصوصی، اون قسمت خصوصی که میری یعنی درگوشی، رفتی با اون آقای رادمن احمق گفتی که آقا بیانش بریم اونجا. اوکی دوستان عزیز ببینید این ویدیو رو، ولی من اولش آخرش رو براتون گفتم چون نوشته مرد عنکبوتی اهواز از ارتفاع سقوط کرد، صحنه دلخراش، جوان اهوازی که بین دوستان خود به مرد عنکبوتی معروف بود حین اجرای کار بر یکی از پل‌های معروف اهواز سقوط کرد. اجرای کار یعنی داشته اونجا رنگرزی میکرده، نقاشی میکرده، چون اینجا هستن خیلی ها ساختمون میان شیشه ها رو تمیز میکنن، بیچاره ها خیلی چیز دارن، پشت بام های بلند میرن میفتن، روفه بهشون میگن، خیلی خسارت میبینن. این در حین اجرای کار بوده یا اجرای نمایش؟ ببینید با هم.
بله اینجام که افتاد پایین اون بالاش با انگلیسی نوشته به این خاطر هست که به شما میگن این کارا رو تو خونه انجام ندید. بعد سعید اضافه کرده شجاعت و حماقت هیچ وقت با هم جور در نمیان، یک جنگ نابرابره که سرانجام حماقت برنده میشه و شجاعت شکست میخوره. این همون ماجرایی که من بهتون گفتم، یه پسرعمه‌ای داشتیم، دوستان میگفتن این خیلی شجاعه، من میگفتم نه این خیلی بیکله و احمقه که این کارا رو میکنه. و اما کلکلهای من و آقای گلن ترشیزی همچنان ادامه دارد و ایشون بهش گفتم که این برنامه مجاهدین کی هست، هنوز هم اتوبوس میذارن مردم برن اونجا مجانی، زورم اونجا بهشون نهار بدن؟ گفت ننوشت نه، ولی نوشت که من خودم میرم و خرج سفرم رو خودم میدم. میدونید آقای گلن ترشیزی خب حقم داره، به دلیل اینکه اینجا کار میکنه، کارش تقریبا میشه گفت دولتی، حالا درسته برای اسپرینت کار میکنه ولی دو، یعنی یه مقداری باید پالیتیکلی کورکت صحبت کنه. پالیتیکلی کورکت دیدید اون ماجرایی که بفرمایید بشین بتمرگین همش یه معنی میده، ولی باید اینها دست و عصا را برن، چون فردا شما نمیدونید که اگر دوباره یکی آمد گفت سازمان مجاهدین تروریسته، همه اینایی که چیزن به خاطر همینه که اینا هوادار موندن و اینا. البته بگذاریم، در صورت من و ایشون بله of course was not enough because Islamic Republic is still in power. خب خدا پدر و مادر تو برادرات بیامرزه. آقای ترشیزی آخرین چیزی که برای من نوشته بود که مجاهدین تا اونجایی که میتونستن به اصطلاح بهترین کار رو انجام دادن. براش نوشتم یه آهنگی هست، یه آقایی که خانمش ازش طلاق گرفته میگه که من سعی کردم بهترین کارها رو انجام بدم ولی به نظر میرسه بهترین من کافی نبوده. بعد ایشون جواب داده نوشته البته که کافی نبود، چون اگه کافی بود جمهوری اسلامی هنوز در قدرت نبود. بعد میگه که which leader you are talking about, the one that you think is dead based on Turkey Al-Faisal. نه عزیز من همه شنو میگم، مگر شما انجمنتون اسلامی نیست؟ مگر سازمان مجاهدین فلسفهش و شاوره فی الامر نیست، یعنی در امور مشورت کنید؟ مگر دولت شما دولت تألیفی نیست که میگید شورای ملی مقاومت؟ ببین خودتون خراب میکنید آقای ترشیزاده، خودتون میگید که برو آقای سوربی این حرفا چیه، ما همه اینا رو به مردم میگیم ولی پشت این ماجرا فقط رجویه. حالا هم که اینجا نوشتید که همون رجویی که شما به قول اون میگید فوت شده، من آقا کی گفتم فوت شده؟ من میگم آقای الفیصل گفت مرحوم، منم میگم مرحوم، شما هستید که گفتید فوت شده، شما هستید که گفتید فوت شده و خیلی ممنونم. بله خانم رجوی رو یه انتخابات دیگه بذارن، اگه رئیس جمهوره آقای نمیدونم جعفرزاده، اگه سخنگوی دولت شماست یه انتخابات دیگه بذارن. و شما که توی سازمان توی شرکت آمریکایی کار میکنی، شما به من بگو کدوم شرکتی میشناسی که هر سال ضرر بده، هر سال اشتباه کنن، باز اون CEO, CEF, CFO, CC چند تا CC داری؟ اینا سر کار باشن. نکن آقای ترشیزی، تو رو خدا، حالا شما رفتیم نبردگاه لینکلن رو دیدی، منم از اون ور رد میشم. البته نمیدونم چرا شما به جبهه جنگ ساوت مثلا شمال جنوب نوشتید نبردگاه، در صورت که نبردم درسته، البته نبرد رو برای چیزهای قهرمانی و اینا استفاده میکردن، ولی نمیدونم، من رشته فارسیم خیلی، یعنی تو رشته ادبیات فارسی نبودم، نمیدونم، به همین خاطر شما نوشتید نبردگاه و اونم بریم ببینیم. مسابقه بوکس شب گاهی وقتا کتک خوردن هم هنر بزرگیست. آها این چیزی که آقای سعید کاووسی اونجا گفت، گفت اولا به خاطری که این بوکسوره همیشه از دستش استفاده میکنه، ولی اون کاراته کارهای از دست و پاش، خب اون گاهی وقتا یادش میره، اگه بخواد لغت بزنه که فول میشه. اگرم همینجوری خودش رو فکر کنه که من پا نزنم، 50% از قدرت و زور و تکنیکایی که بلده نمیتونه استفاده کنه.
پس این یک جنگ، یک چیز به اصطلاح نابرابره. دوم این که این کارات کارا و اینا کتک خوردنشون ملات نیست مثل این بوکسورا. این بوکسورا کتک خوریشون خوبه و بعضی وقتا کتک خور بودن خوبه که شما رو دوام میاره به جایی که بتونی چی بشی؟ برنده بشی. ساعت 2:59 است. من قرار بود امروز با یک دوستی مصاحبه کنم، متاسفانه این دوستان وقتی ازشون پول نمیگیری چون یه چیز مجانی بهشون میدی میگه خب حالا اگه نشد بعدن میرم. باور کنید اگه من پول گرفته بودم ایشون دیروز برای من میگه حالا فردا هستیم ببینی من نمردم، امروز صبح میگه آقا امروز دوشنبه است اونجا هم که هستیم، یه ساعت دیگه میگه میخوای صدا و تصویر امتحان کنید. دوستان بارها بهتون گفتم این خاک مجانی میبینید از همه چی برای ما بیشتر بهمون نعمت میده، از همه چی کمده. اصلا خودمون میگیم آقا این خاک اومده اینجا تمیزش کن، ولی اگه یه تیکه الماس اینقدی $1,000 باشه میده. یه دوستی میخواست بره یه جایی گفت که طرف به من گفته شما اگه میخواید این روز رو کانفرم کنید باید $2,000 بریزید به حساب. گفتم خب برای که اون میخواد برای شما وایسه، 10 نفر دیگر رو به خاطر شما رد میکنه، شما اگه میخواید وایسید چی کنید؟ اگه نبگید بعدن زنگ میزن. در صورت کارمون خیلی خرابه و این دوستمون تا الان که 3:01 هست روی اسکایپ قرار بوده با من ارتباط برقرار کنه، برقرار نکرد. شما شاهدای من اسکایپ رو میبندم که بریم سراغ دوستمون از خلیج فارس، اون هم خلیج همیشگی فارس، که یک آقای خیلی قشنگ راجع به ایران و خلیج فارس صحبت کرده. اگه بتونم پیداش کنم براتون میذارم. بعد به دیگران میگه که حالا شما که هی میگید خلیج عرب، اولا عربا خودشون دریا دارن، ما ایرانی ها هست که دریا نداریم. اون دریای مازندران که حقیقتا دریاچه است و دریایی که به هیچ جا راه نداره، و این پایین هم که خلیج فارس، شما دارید زور میزنید. خیلی قشنگ با منطق میگه که خلیج فارس فارسه و ایران پرژیا هست، و اگه بتونم براتون پیداش میکنم. امروز بعد از برنامه 3 ویدیو من دارم که شما رو دعوت میکنم به دیدن این ویدیوها. یکیش ماجرای یک پسر معتاده که وقتی تمیز شده اعتیاد رو ترک کرده، حالا میاد از مادرش عذرخواهی میکنه. یکیش ماجرای دو تا دیگه هست در رابطه با همین به اصطلاح کارتون خوابی اینها، ولی یه فیلمش هم هست که یک خانم جوانی که کمدین هست و آمده توی مسابقات شرکت کرده و اینها، اونم صحبت میکنه که وقتی صحبتاشو گوش میدید میبینید همه مثل من و شما. شما دیدید که مثلا یه مجری تلویزیون رو میبینید تو مهمونی ها میگه چطوری آقا خوبی، ولی مثلا جلو تلویزیون میگه درود بر شما و همیهنان گرامی، ما صداوی امروز آشنا شوید. بعد ملت میگن این کیه اون کیه، دو شخصیتی هستن، مثل ترامپ دیوانه میبینید. یکی از مشکلات بزرگش اینه که چند شخصیتیه، امروز یه چی میشه، فردا یه چی میشه، صبح یه چی میشه، عصر یه چی میشه. این خانم میگه که اگه ما سعی کنیم خودمون باشیم، و حتی مثال میزنه میگه من مثلا با روسری و مقنعه همیشه هستم، وقتی مهمون عروسی هم هست سعی میکنم با مقنعه برم که مردم منو بشناسن. کارش خیلی قشنگه، اسمش رو نمیدونم، و این 3 فیلم رو بعد از برنامه خودم بهتون نشون میدم. ولی الان وقت این هست که بریم سراغ دوستمون و این فیلم شماره 4 رو براتون بذارم که بله پیام شما هم میتونه به این صورت در تلویزیون مردم پخش بشه. این هم پلی لوپ و این هم صدا. اسم برنامه چیه؟ عقل بشر قسمت 17. سلامی مجدد و گفتاری با مهسا پیرامون عقل بشر. لطفاً بیاد آورید در گفتارهای پیش پیرامون تأثیر احساسات بر مغز انسان سخنی داشتیم. در این گفتار بیشتر این تأثیر را بررسی می‌کنیم. بنابر بررسی‌ها که بر احساسات انسان شده، هر فردی در یک روز بدون علت و یا سبب مشخص مزاجش خوب نیست. از درون احساس ناراحتی می‌کند. اگر بسیار هم فکر کند علتی برایش نمی‌یابد. این بدی مزاج در مدتی میان 37 تا 42 روز برای هر کسی اتفاق می افتد.
معمولا ما میگوییم که امروز خلق ندارم. برای یافتن این مدت زمان بی‌حوصلگی و تلخی مزاج باید تاریخ آن روز را یادداشت کرد و پس از چند بار تکرار مدت زمان اتفاقش را در خود یافت. کسانی که این مراقبت را از خود کرده اند در آن روز کار دشواری نمی کنند، تصمیم مهمی هم نمی گیرند، ملاقات های مهم را به تأخیر می اندازند. یافتگان این دوره از بدمزاجی شخصی بدون علت با اعتراف به این ناتوانی در روز بیخلقی کاری که امکان مشکل سازی داشته باشد انجام نمی دهند. به اضافه به این بدمزاجی دوره ای اتفاقهای روزانه بر مغز و اراده انسان تأثیر می گذارد. مثلا انسان عاشق خیلی آرام و با لطف می شود. انسان شکست خورده در یک معامله خیلی زود عصبانی و همینطور. زمان به تنهایی می تواند این بدمزاجی و بدخلقی را پاک کرده و به جایی در مغز ببرد که تأثیرش بر فرد کمتر باشد. با این حال هنگام تکرار علت بدخلقی تمام مشکلهای گذشته و بدیهای اوضاعش در خاطره زنده شده و موجب افزایش درد و ناراحتی می شود. تمام این تغییرات بر عدم کنترل داشتن مغز تأثیر گذار بوده و انسان را به انجام کار و یا گفتاری اشتباه می برد. بهترین علاج متوقف ساختن نسبی ناراحتی که احساسات مسببش بوده آرامش و آهسته روی است تا سپری شدن زمان از تأثیر و فعالیت این احساس بر انسان بکاهد. یعنی شخص به خود بفهماند آنچه امروز اتفاق می افتد فردا خاطره می شود. گذراندن زمان و ادامه تحمل ناراحتی احساسات کار آسان نیست. کسانی که از کودکی به تحمل درد عادت نکرده و خیلی از نیازمندی ها و وسائل و مسائل برایشان به سادگی فراهم شده در این مواقع جا خالی کرده فرار و یا دست به خودکشی میزنند. یعنی پدر و مادرانی که از کودکی فرزندانشان را در رفاه بزرگ کرده اند بدون فهم زیانی بزرگ بر آنها وارد کرده و موجب می شوند عزیزانشان هنگام روبرو شدن با مشکل فرار را برقرار ترجیح داده و قدرت مقاومت نداشته باشند. شکنجه روانی ناراحتی احساسات و تحمل کردنش کار هر کس با آسان نیست. خیلی ها تغییر رفتار کامل می دهند و در برخی که به زندگی خود خاطره نمی دهند شلل مغزی که همون دیوانگی است ایجاد می کند. این مراحل تأثیر احساسات بر مغز را همه ما به شکلی و با درجه های مختلف تجربه کردیم. علت وقوع این تجربه مختلف است. ممکن است اشتباه خود و عدم درک موقعیت سبب ایجادش شده و یا آن شخص برتر و کارفرما و یا حکمران و یا اوضاع غیر ملایم در موقعیتی بوده که ما را در تنگ جا قرار و به علت فشار احساسات بر مغز به ما آسیب زده. اخیراً دادگاهی در ژاپن حکمی صادر کرد که مردم پسند نبود. دختر جوانی که در یک شرکت طرح و انتشار آگهی کار میکرد خود را از طبقه بالای ساختمان به پایین انداخت و خودکشی کرد. فشار کار زیاد و اصرار کارفرما بر تمام کردن کارها سر وقت و ساعتهای طولانی کار بنابر حکم دادگاه سبب خودکشی دختر دانسته شد. بنابر همین حکم کارفرما بیگناه و آزاد گشت. آیا می شود از افتادن در این موقعیتها دوری جست؟ خیلی دشوار است. نمیتوان عدم اتفاقش را تأکید کرد، اما با اندیشیدن و تغییر روش میشود آن را کاسته و تأثیرش را خنثا نمود. در این گفتار نمیشود احتمالهای این اتفاقها را سیناریووار تقدیم حضورتان کرد، اما میشود به برخی از اساسهای آن آشنا شد. کردار: هرچی که رفتار آرامتر با تأنیتر و ساده تر باشد اتفاقهای ناراحت کننده کمتر می شود. از این رو عبارت عجله از شیطان است که ما از کودکی شنیده ایم ولی انجام نمی دهیم. با تغییر روش باید عملا برنامه زندگی را بشناسیم. یکی از پدیده های عجله سرعت دارانندگی است که موجب بیشتر تصادف ها و نتیجه های وخیمش می شود.
گفتار. انسان فقط هنگام ترس به متن سخن و طرز بیانش می اندیشد. اغلب وقتها بدون فکر کردن هر سخنی را بر زبان می آورد. از گفتار خیش بعد از تلفظش پشیمان می شود. قانون زبان گشودن این است که حرف را با حساب و اندیشیدن در جای صحیح به شکلی درست و در وقت مناسب باید از دهان بیرون آورد. برای سخن گفتن به ما فرا داده اند که مثلا در عروسی درباره مرگ و یا خبر بد سخن نگفته و برعکس در عزاداری اظهار شادی نکنیم. هر جایی و وقتی مقتضیات خود را دارد. بخشی از این مسئله جا و طرز سخن گفتن همان است که در شعر آمده: چون سر و کارت با کودک فتاد، پس زبان کودکی باید گشاد. وقتی کسی ناراحت است نمی باید سخنی گفت که دردش را بیفزاید. متاسفانه این اصل بسیار ساده را اگر نگویم همه اغلب ما رعایت نمی کنیم. وقتی کسی را که ناراحتی دارد به جای آرام کردن و تشویق به مقاومت و بردباری فوراً ملامت کرده و مورد تحقیر قرار می دهیم. برای مثال اغلب دعواهای خانوادگی به علت عدم رعایت این اصل سخنگویی اتفاق می افتد. مرد خسته و با ناراحتی از کار بر می گردد. خانمش که باید موجب آسایشش باشد و در خانه بوده مشکل درگیری با کسی را نداشته، با این حال قدرت صبر کردن ندارد که آقا پس از کمی آسایش درد و دل کند. با اصرار علت ناراحتیش را می پرسد. هنوز مرد سخن نگفته و خانم تمام موضوع را نفهمیده، یک سیل از انتقاد و بدگویی و گفتار تحقیر آمیز را نثار شوهرش می کند. این مثال تکراری و معمولی را آوردم که بیندیشید و با تغییر رفتار به خوشبختی رو آورید و اسیر این عقل خارج از اراده نباشید. پندار: هر چی که انسان قبل از انجام هر کاری بیندیشد آسایش مغزی و بدنی خود را فراهم می سازد. بهترین نیک پنداری است. با نیتی پاک با یک دیگر رفتار کنیم، برای همه خوبی بخواهیم و از خودخواهی دست بکشیم، به یک دیگر کمک کنیم و از کندن گود برای افتادن دیگران دوری نماییم. مطمئن باشید روزگاری بهتر خواهیم داشت. ملاحظه فرمودید که درباره کردار و گفتار و پندار سخن گفتم. آیا این اصول در فرهنگ عقیده ما ایرانیان توسط آیین زردشت حک نشده؟ از خود سوال کنید اگر این معیارها که هزاران سال بر ما تکرار شده تأثیرگذار نبوده اند چه می باید کرد که از ارث فرهنگیمان به بهترین شکل بهره بریم؟ انسان تغییری نکرده، صفتهای روز اول را پایبند است، از آن پیروی و اشتباههایش را تکرار می کند. دلیلش همین گفتار امروز است که با گذشت هزاران سال باز تکرار کرده و می کنم و خواهیم کرد بدون فایده. با این همه دانش به ارث رسیده چرا ما هنوز آدم نشده ایم؟ آرزویم این است بینندگان و شنوندگان این گفتارها بیندیشند، خود را بهتر بشناسند و سپس از تمام آنچه در اختیارمان هست بیشترین و بهترین استفاده را کرده و خوشبخت بزیستند. آیا خوشبخت و بدون مشکل عمر را گذراندن ممکن است؟ انسان طوری آفریده شده که اجتماعی است و به تنهایی نمیتواند زندگی کند. شاید بله، شاید یک فرد اگر به دیگر انسانها نیاز نداشت تحقیق این هدف ممکن بود. متاسفانه و همانطور که قبلا گفتم سیستمی بر این کره توسط حکمرانان روز اول پیاده شد که در نتیجه اش نه آنها و نه مردم به خوشبختی رسیدند. تمام عمر می‌دوند و به علت نداشتن حق انتخاب و مجبور به پیروی از این سیستم عمر خدا داد را بیهوده به سر می‌برند. اگر انسان خارج از معیارهای دیکته شده بر مغزش درک می‌کرد که چرا به دنیا می‌آید و چرا می‌رود، شاید، بله باز هم شاید عوض و آدم می‌شد. زندگیتان آدمی شاد و تندرست باد. بسیار ممنون. چون این دوستمون هم از من هم از شماها خواستند که نظرتون رو بگید، اجازه بدین من نظرم رو بگم. و منم مثل یه نفر تو فیسبوک می‌نویسم، همه می‌بینن عمومیه،
باز برای اون خانمایی که میان میرقصن میگن اگه ما شوهرمون ببینه طلاقمون میده، والا من چون همچین چیزی نمیدونی، وقتی شما نباشی خبر نداری که مثلا خانمت بره یه جایی که اون فکر کنه اگر شوهرش دیدش طلاقش میده. اصلا نمیدونم میخواستم چی بگم. بله نظر، چون نظر عمومی خواستن من حالا میگم. من نمیفهمم چرا ما دوستان میگیم مثلا با سلام مجدد. یعنی چی سلام مجدد؟ یعنی تلفن قطع شده دوباره سلام میکنم؟ یعنی اومدم سلام میکردم ماشین بوق زد رفتم حالا برگشتم سلام مجدد؟ چون من دیدم مثلا شما هفته یه بار برنامه داری ولی امروز میگید با سلام مجدد، یعنی اون سلام هفته پیش رو تجدیدش میکنید؟ اینو نمیفهمم، لطف کنید در این مورد توضیح بدید. توی صحبتاتون شاید خیلی های دیگه هم مثل من اینجوری برداشت کردن. شما گفتید آدم ها هر کدام در روز مزاجشون یه بد میشه. من فکر کردم یعنی هر روز یک وقتی هست که، حالا چرا وقتی اخلاقمون بد میشه مزاجمون بد میشه؟ این کلمه مزاج و اخلاق، البته سعدی گفت چو عضوی به درد آورد روزگار دیگر عضوها را نماند قرار. شاید وقتی یک کسی مزاجش به اصطلاح درست نباشه همه اخلاق و اینها را هم خراب میکنه و به همین دلیل بوده که دکترای قدیمی ابو علی سینا و اینها از رنگ چشم، از زبان اینها و میفهمیدن که طرف مزاجش خوبه یا نیست، یا عقلش کار میکنه یا نه. در صورت بعد که شما توضیح دادید دیدم که شما میگید باید ببینیم مثلا تو 30 روز گذشته اینجوری شده، 47 روز گذشته، ببخشید اینو میگم و بخشیدنی هم نداره، مثل خانم ها که مثلا زمان پریودشون میدونن که آماده باشن یا به اصطلاح یادداشت کنن اینجوری، ولی بعد دیدم در مورد مثلا شخصی مثل من دیگه اصلا لازم نیست یادداشت کنم، چون ما هر روز الحمدلله به شکر داشتن دوستان خوب و بعد مزاجمون قاطی میشه و این مزاج قاطی شدن هم همینجوری ادامه پیدا میکنه تا فردا همچین که خواست خوب بشه دوباره قاطی میشه. این رو من متوجه نشده بودم که یعنی شما میگی بعضیا هستن مثلا 30 روز میگذره تا یه بار عصبانی بشن خوش به حالشون و بله بدون علت مزاجش خوب نیست، سلام مجدد، و شما گفتید در هر روز مزاجمون. و آخرینشو مهمترین سوال اینه که با این همه اوضاع و احوال چرا ما هنوز آدم نشدیم؟ روزی که من این جواب رو پیدا کنم فکر کنم میتونم تمام مشکلات دنیا رو حل کنم و یکی از مشکلاتم این باشه که به خودم بگم آقا نشستی اینجا چیکار میکنی؟ بلند شو برو دنبال کارت. در صد ممنونم از شما که زحمت میکشید. من میدونم که این چقدر کار مشکلیه. اون روز براتون توضیح دادم که یه آقای جوانی با شور و هیجان و اینها تماس گرفت، آقای سوربی من چنین من چنان. ما این شور و هیجان گفتیم اینها رو سرخورده نکنید، براش صحبت کردم اینها، دیدم نه خیر آقا این آقایی میخواد زنگ بزنه، آقا حالا من چجوری ایمیل بفرستم، آقا من چجوری تلفن بزنم، آقا من چجوری فیلم بسازم. گفتم قربونت برم من اینجا کلاس ندارم فعلا، با وجودی که دوست دارم اون معلمی و آموختن و اینها آموزگار بودن، ولی الان نه حوصله‌شو دارم نه وقتشو دارم اینها، شما برو خودت برنامه بساز بیار بذار مردم به اصطلاح قضاوت کنن. و اما بهتون اول برنامه گفتم ابراهیم یزدی دبیرکل نهضت آزادی درگذشت. این نهضت آزادی هم ما نفهمیدیم چه نهضتی چه آزادی. اگر تو ایران به شما اجازه دادن یه حزبی باز بشه احتمالاً این حزب یا اون نهضت باید توی چارچوب آخوندا باشه که میشه بگید نهضت آخوندی. و اجازه بدین دوستان من از هوشنگ عزیز همشهری خودم تشکر کنم، حالا چه برنامه رو فکر کنم الان هست یا نمیدونم آمد رفت، چه الان ببینه چه بعدن. ایشون باز اون روز 55 دلار و 55 سنت لطف کردن فرستادن که خیلی ممنونم. بارها بهتون گفتم من شاید احتیاجی به این پول ها نداشته باشم، ولی همین 10 دلار، همین 5 دلار، همین 50 دلاری که میاد یک دلگرمی به آدم میده که آدم به خودش میگه که یه نفر هست که به اصطلاح منتظر دیدن منه. مثل این میمونه که یه نفر
هی به شما بگه چرا نمیای، شما بگی که بابا من پول ندارم مثلا بلیت هواپیما بخرم، یه بار دیگه اون برات بلیت هواپیما رو میفرسه میگه ببینم حالا دیگه چه عذری یا چه دلیلی میاری. در صورت این کمک ها یا حمایت هایی که ایشون میکنه، اون دوستمون احمد از فلوریدا میکنه، دوستان دیگه پتیک اینا انجام میدن، این همون بلیت هواپیماییه که من رو میاره به این مقصدی که بشینم با شما صحبت کنم. صحبت از پتیک شو اون روز که ما خیلی عصبانی بودیم و چپ و راست بنویسیم رازی تو تقویممون روز جمعه، بنده خیلی عصبانی بودم، چپ و راست دوستان رو اخراج کردیم، پتیک یه چیزی نوشته، بذارید ببینم میتونم پیداش کنم، بعد یکی دوتا پیام هست براتون پخش میکنم. آره اینه، نوشته که کابو جون سلام، پتیک اولا شیراز بوده، میتونم بگم بیشتر ایران رو گشته و هنوزم دوست داره، آرزوش اینه که اگه رفت ایران جاهایی رو که نرفته باز بره ببینه، امیدوارم یه روزی به آرزوش برسه، با خانوادهش با فرزندانش بره اونجا، اینقدرم اوضاع خوب باشه که همونجا تصمیم بگیره بمونه. نشتی که کاکا جون سلام، برنامه امروز که 1:54 بود دیدم و شنیدم، قرار بود فیسبوک را نبینی در اوایل برنامه و همچنین در ساعت 1:11 که دوباره اشاره کردی. اگر ژاله کاظمی خواهر زهرا رهنورد است و اشکال دارد، پس اجازه دهید اسامی آنهایی که با هم نسبتی دارند و تقریبا 2 پیش فرستادم دوباره ارسال دارم تا ببینید چه شیر تو شیری آن زمان بوده. من نگفتم اشکال داره، اون کسی که با آقای احمدعلی مسعود انصاری مصاحبه ای را انجام داد، توی اون صحبت کردن من گفتم خب گیرم که الان اینا خواهر بودن، به آقای ایرج گرگین چه ربطی داره، به آقای سید موسوی چه ربطی داره، بعد خود موسوی اون موقع اصلا ممکنه فرق میکرده و اینا. در صورت اگه میخوای اون لیست رو بفرستید ما روی فیسبوک بذاریم دوستان هم ببینن. یادمه یه لیست فرستادی که دختر این نمیدونم شده زن اون، پسر این شده داماد اون و همین جوری هم هست. حالا بذارید دلیلش هم براتون بگم، مخصوصا اینایی که یه شغل دولتی میگیرن، مخصوصا اونایی که مهمترن، چون رفتار به اصطلاح رفت آمدشون با دیگران کمتر و محدود میشه، پس این دایره، حالا اگه دایره خوبی باشه همشون تو خوبیا با هم ازدواج کنن که اونم بده، حتی اگه دایره بدی باشه همه بدن در بد که داغ از بد نبینی. در صورت من نگفتم، نظر اونها بود و اونها دنبالش بودن که ای چرا این، گفتم اصلا شما وقتی میری با یکی آشنا میشه از این پرسی بابات کیه، مامانت کیه، عمود کیه، عمت کیه، دایید کیه، چند تا برادر داری، چند تا خواهر داری، کیا ازدواج کردن، تو فعلا اون موقع فکر خودت هستی که فعلا شما رو به ده را بده. بله، میگه که مطمئن هستم که به این دوره هم همان هست ولی من لیستش رو ندارم. در ساعت 1:15 اشاره‌ای داشتی به نگارش کتاب‌های دوران شاه که بهشتی و باهنر، بله مرسی، دنبال این اسم باهنر می‌گشتم. در 1:22 چی یاد گرفتم؟ من از شما خیلی چیزها یاد گرفتم، خیلی ممنون، منم از شما واقعا یاد گرفتم، متشکرم. شما خیلی سطح معلوماتت بالاست و دیدم دیگه همون که 80 خورده چقدر 100 تا کتاب برای ما فرستادی، این کتابایی بود که خوندی و فرستادی و دیگه نمیخوای نگهداری، خب معلومه که چقدرم هنوز تو خونه خودت کتاب داری و اینها. و دوستان کتاب بخونید تا اونجایی که میتونید. من سعی میکنم روزی یه مقاله انگلیسی کوتاه بخونم، یه دو تا چیز فارسی هم این ور اون ور بخونم کامل، ولی با همه اینها از خودم عصبانی ام که کم میخونم. خواندنی ها کم نیست، من و تو کم خواندی. ایشون نشته من از شما خیلی چیزها، 1 با گاو باش یاد گرفتم، با گاو باشی بهتر است تا با این انسانها، و 2 باز هم سربی را نگاه کنم، 3 شاگرد بد را نباید از کلاس اخراج کرد. این فلسفه من بوده و وقتی اومدم آمریکا دیدم آمریکا اینجوریه، شاگرد اذیت کن و بد را از کلاس بیرون نمی کنن. ولی شاگرد بعد رو تو ایران از کلاس میکردن بیرون، شاگرد دفعه دیگه اگه حوصله‌اش سر رفته بود میگفت چه کار کنم، خب باید بد باشم تا برم بیرون، و بعد که بود میرفت بیرون، میرفت بازی میکرد، میرفت قمار میکرد، یعنی کیف میکرد، و معلمای ما آموزش درست ندیده بودن. بعد میگه بازم بگم، نه همین بسه، میگه در ساعت 1:39 پایان بچه گورخر مشخص
نشد زنده ماند یا نه. شما کاملا درست میگی، زنده ماند، ولی من اصلا دلم نمیمد که وقتی این دوتا گور خر به هم لگد میزدن و اون بچه تو این خاک و اینها افتاده بود، در اصل دلیلش این بود، ولی زنده ماند و نشون میده که این به اصطلاح راز بقا و داستان زندگی با چه مصیبتی ولی همچنان ادامه داره. از اون دوستی هم که این فیلم رو فرستاده بود تشکر میکنم. شما میگی در ساعت 1:34 نگفتم بیرگ باش، گفتم هرس مردم احمق را نخور. اگه یادتون باشه من گفتم پتی گفته که اینجوری اینها، خب آقا نمیشه، نمیشه آدم بیرگ بود. ایشون میگه که یعنی فکر کرده مثلا من گفتم آقا شما میگی بیرگ، نه میگم اون چیزی که شما میگی چگونه آدم هرس نخوره، راهش چیه واقعا به من نشون بدی. بعضیا میگن مثلا ما عصبانی که میشیم دل میکنیم میریم راه میریم، یکی میگه من عصبانی که میشم یه آهنگی میخونم. راه این که شما خودتو کنترل کنی که هرس نخوری چیه دوستان؟ بفرستید چگونه هرس نخوریم، بفرستید توی برنامه اصلا عنوان کنیم. و اما فیلم ظلم انسان به حیوان، خوشحالم که سیرک تعطیل شد، شاید کارکنان سیرک هم به کاری بهتر بپردازند که به درد جامعه بخورد. در ساعت 1:42 یاسر عرفات همانی بود که پول ایران را می برد و وقتی نظرش را در مورد ایران و عراق پرسیدند گفت ایران دوست ما و عراق برادر ما. در ساعت 1:46 سحر شمس و موسیقی پشت صحنه زیاد بود. آقا اصلا من بعض وقتا فکر میکنم من و شما دو تا روح، یه روحیم تو دو تا بدن. منم فکر میکنم که موسیقی پشت بر صحبت ایشون زیاد بود و من تعجب میکنم هر کدوم از این دوستان که یک قدمی در راه هنر پیش میرن فوری صحبت معمولی رو هم میخوان مثل دیکلمه پشتش موزیک بذارن. یادتون باشه حتی دیکلمه رو هم موزیک، موقعی که شما حرف میزنی مثلا ببینید اینا بار داره دیگه، مثلا این بار رو 75 میاریم، این رو 5 میاریم، اینا رو یک کسی کم و زیاد میکنه. بدترین اینا آقای سبا تباره. آقای سبا تبار شاعر هنرمند، حالا ما مثلا یه در بهش کنیم آقا تو رو خدا دیگه دوربین از این وری نگی اینجوری بگیر، یعنی مثلا مثل این دوربین اینجوری نگیر زد کن، اینجوری بگی، گرفته و کارش هم قشنگه و اینها. البته هیچ وقت هم طبق معمول ایرانی ها نگفت سوربی خیلی ممنون که اینو. آخه من به ممنون گفتن اینا به جایی نمیرسم. من خوشیم همینه که امروز که نگاه میکنم اینم فیلمش عزیزیه. من یه نفری که اصلا نمیشناختم، فکر کنم پدر مادرش اینجا رستوران دارن یا خوراک درست میکنن اینا، دیدم یه عکسی گرفته و عکسای قشنگی گرفته، اینا همش عمودیه و فکر میکردم اگه این عکس افق گرفته باشه چقدر قشنگ میشه. براش نوشتم دوست عزیز اگه این دوربین تو یه مدت دوربین تو 90 درجه افقی کن. دوستان دوربینایی که مال تلفنه اینجوری بگیرید، عکس بگیرید، فیلم برداری کنید، ببینید چقدر قشنگ میشه، مگر اینکه از یه چیزی بلندی بخواید عکس بگیرید. در اصل بعد نوشتم شما کی هستی؟ نوشتم آقا من هیچ کسم، یه خواننده رپی هم داریم هیچ کس، کاراش خیلی قشنگ بود، نمیدونم هنوز میخونه یا نه. گفتم من هیچ کسم، اصلا این چه کار داره که من کیم؟ اولا وقت فیسبوک یه نفر برای شما چیزی میفرسته، شما رو عکسش و اسمش که کلیک کنی، من که هیچ، عمم و پسر عمم و پسر عموم و همه رو میشناسه. این دیگه چه سوالیه که شما میگی شما کی هست؟ ما گفتیم آقا ما هیچ کسیم. در اصل اینجوری و خیلی خوشحالم که این قسمت رو هم اشتباه فکر نکرده بودم. اون موزیک صدای ایشون نسبتاً کم بود، صدای موزیک زیاد بود و اصلاً من بعض وقتا ویدیو نگاه میکنم که یه چیزی یاد بگیرم، ببینم طرف موزیک گذاشته پشتش. براش می‌نویسم که دوست عزیز اگر در موقع آموزش موزیک خوب بود، تو همه مدرسه ها، تو همه کلاس ها در که باز می‌کردی صدای موزیک میمد، معلم هم اون پایین یواش داشت حرف می‌زد. موزیک باید خاموش باشه، معلم باید حرفشو بزنی، شما وقتی خودت هم میخوای درس بخونی موزیک خاموش میکنی درس میخونی، بله بعدش میتونی راحت باشی موزیک ملایمی گوش کنی یا موزیک وحشیانه گوش کنی هر جور دوست داری و اون درس ها رو توی مغز خودت بچرخونی و به اصطلاح مرور کنی. در صورت خیلی خوشحالم. در آخر رفتار خدمتکار، اگر ویدیوی چخوف را پیدا کردم میفرستم.
برای شما نوشتم اگه همونیه که راجب حقوقش و اینها یه فیلمی گرفتن و صحبت میکنن اون فیلم رو دیدم، ولی اگه بازم شما بفرستی ممنونم. یک بار دیگه از هوشنگ ممنونم، ممنونم از دوستانی که حمایت میکنن این ور اون ور، $10 $20 $100، و ممنونم از پتیک که این پول آب و برق، نه پول آب و برق رو ما پیش پیش نمیدیم، پول تلفن و اینها رو یه ماه پیش پرداخت میکنیم. ایشون که یه ماه پیش هیچی، بعض وقتا دو سه ماه پیش پرداخت میکنه. ممنون و متشکرم. و اما دوستان دیدید که تا یه ایرانی مثلا خانم نمیدونم فلانی ریاضیات، آقای فلانی فیزیک، آقای مثلا فیروز نادری در ناسا، اون آقای نمیدونم فلان اینجوری، ما همین من اونم که ایرانیان بهترند، همچین چیزی. وقتی یه ایرانی یه فیلمی نگاه میکنی میبینی یه خانمی به نام شیلا یا شیلا، کدومش درسته؟ به فارسی میگیم شیلا یا میگیم شیلا؟ این با انگلیسی نوشته بود شیلا دوانلو، هم من فکر کنم باشه ایشون نوشته بود دوالو. بذارید من اصلا اینجا بزنم اسمش رو، ما این اگه زدن رو به اصطلاح بتونیم ترک کنیم و به جاش بگیم بذارید تایپ کنم، خیلی خوبه. نگاه کنید دوستان، من این عکس رو اینجا به شما نشون میدم، نوشتش رو شما ببینید چی نوشته. نوشته شیلا، درسته؟ و این خانم دوستان اگه قرار ما به ایرانیای خوب و موفق و نابغه افتخار کنیم، به ایرانیانی که مثل اون پسر جوان دختر همسایه‌اش رو تیک تیک کرده، به ایرانیانی مثل اون آقایی که تو کانادا با تبر همسرش رو کشته، به این خانم ایرانی که اصلا وقتی من این فیلم رو دیدم باور کنید داشتم شاخ در می آوردم، یعنی این طرف شاخ در آورده بود رو ما هم میگیم مگر میشه. من دیدم این زن عجب چی میگم والا عجب شیطانیه. باز به شیطان بی احترامی میشه، چون من فکر کنم شیطان باید بیاد تو کلاس اینا درس بگیره و درس بخونه و اینها. این خانم شوهر داشته نمیدونم والا، میره با یه کسی دوست میشه، اون آقای زن داشته، میره اون میره زن اون آقای رو میکشه، بعد میره با اون آقای، بعد برمیگرده با شوهر خودش، دست و پای شوهرش نمیدونم وقتی لخت بوده میبنده به دست شوهرش، میبنده به صندلی، چشمش میبنده، یه بازی میکنن نمیدونم خنجر میزنه بهش. اصلا این خانم اسمشو بزنید برید نگاه کنید، شیلا دوانلو. من فکر کنم دوانلوه، چون ما اسمای مدانلو دوانلو اینا رو داریم، ولی اینجا اینجوری نوشته بود حقیقتش یکم گیج شدم. میدونید تو انگلیسی وقتی یه چیزی می‌نویسی یا طرف اسمشو میگه توی برنامه می‌نویسن، دو سه بار این برنامه نوشته میشه الف الفابتش جابجا میشه و اشتباه. ولی سوال من از شما اینه، من و شما به عنوان ایرانی که خارج هستیم، آیا اینها هم جزء ایرانی ها هستن یا نیستن؟ اتفاقا عکسش با آقای پیرز مورگان بوده که ایشون یه برنامه‌ای درست میکنه که با زندانیایی که به اصطلاح همسرشون رو کشتن و اینها چی میکنه. اون وقت این خانم عجیبتر برای من این بود که توی دادگاهی که به اتهام کشتن یک زن جوان و به اتهام به اصطلاح فکر کشتن یا چی بهش میگن اتمپت که شوهرش بکشه، زخمش هم کرده بود اینها، یکیش 50 سال یکیش 25 سال جرمش هست، خانم بدون وکیل اومده، وکیل پابلیک هم که بهش دادن وکیل رو نشونده خودش حرف میزنه. این از اونایی که چون دو کلمه انگلیسی بلد بوده فکر کرده من استاد انگلیسی هم. چون نمیدونم ایرانی و هنرپیشگی بلده فکر کرده حالا همه رو میتونه فول کنه و گول بزنه. در صورت ایشون 50 سال یه قسمت الان زندانه، 25 سال هم یه جای دیگه باید زندانی باشه. البته گفت تقاضای فرجام کرده، گویا فرجامش هم قبول نشده. خانم شیلا چی؟ دوالو اینجا نوشته. همون جوری که ما افتخار میکنیم به افراد نابغه، از وجود یه همچین چیزایی هم تو جامعهمون باید خجالت بکشیم، شرمنده باشیم. من به نوبه خودم شرمنده هستم، شما چی؟ خب و ما
اولین صحنه رو در روی مادر با پسر کارتون قاب. آهان، این رو چون آقای بهرامی گفته بود، من وقتی توی یوتیوب نگاه کردم این اومد که دیدم این چه مجموعه خوبیه، هم کارتون خوابه هم معتاده. من نمیخوام اینجا بگم تمام کارتون خوابا معتاد هستن، چون همین تو آمریکا هم خیلی ها هستن، میگه تا دیروز زندگی داشته امروز کنار خیابون میخوابه، به اصطلاح هوملس شده، ولی تا اینجایی که میدونم اکثرا معتاد هستن. حالا چجوری میشه این رو درست کرد، این معضل اجتماعی رو، من نمیدونم. این فیلم ها رو بعد از برنامه خودم 3 فیلم خوب بهتون نشون میدم. حالا چرا میگم خوب، حتی اگه دیدن این فیلم ها بد رنجمون میده، حسنش اینه که یه نفر یه دفعه یه جایی میگه آقا من این 300 دلاری که میخواستم برم 2 درخت گلابی بخرم اینجا بزنم، هر روزم گلابی بریزه کثیف، هر روزم پشه و زنبور بیاد، هی سم من بخرم بهش بزنم، من این 300 دلار رو میفرستم مثلا برای ایران، برای سوربی هم نمیخواد بفرستی، حالا ای بفرستی هم ام ندارم، میفرستم برای ایران که خواهرم مثلا برای اینها، برای بچه ها، مخصوصا الان که ششمین روز شهری بره، 3 دیگه مدرسه ها باز میشه، یه بچه ای را از این که بدون کیف بره مدرسه جلو دوستانش خجالت بکشه نجات بدیم. من مجاهدین نیستم، من رضا پهلوی نیستم، من نمیدونم حزب جمهوری خواه فلان نیستم، من یک آدمی هم مثل شما، باور دارم قدمای کوچولو برداریم. و حالا که دارم اینو میگم، من 10 بکپک اولی رو خودم میخرم، اگر دوست داشتید این کار رو تو شیراز میتونم انجام بدم و تهرون، چون پسرمون تهرونه، پسرمون شیرازه، میتونم این کار تو تهرون و شیراز انجام بدم. اگر شهر دیگه ای بود خودتون آشنا دارید، بهترین کار اینه که خودتون تماس بگیرید، خواهر، برادر، چند اصلا ببرید اینا رو بدید به مدرسه ها که به عنوان جایزه بدن. من یادمه یه دفعه به من جایزه دادن، مداد رنگی ولی 6 بود، من تا مدت ها ناراحت بودم که چرا مداد رنگی من 6 بوده و اونای دیگه 12 داشتن، 24 داشتن، یکیش یه قوطی انقدی 100 رنگ. بعدا فهمیدم بابا وقتی گفتن جایزه بیارید مادر من پول نداشته بیشتر از 6 بخره، تازه خدا میدونه اون 6 هم که خریده مثلا مجبور شده یه خورش بیگوش بمونده. 10 اول این بکپک ها رو من میخرم، اگه میخواین و من قبول دارید یه چی بفرستین تا بیشتر، اینم تماس میگیرم ببینم بکپک چنه. نمیخوام برای بچه مدرسه های دانشگاهی و مدرسه اونا، کلاس ابتدایی، چون شما اگر این نهال مدارس ابتدایی بچه‌ای که میاد اونجا خوشحال و ذوق رفتن به مدرسه رو توش به وجود بیاری، باور کن این یکی اگه دیپلم بگیره بهتر از 100 دیپلمی که بره دانشگاه، چون اون 100 دیپلمه میره دانشگاه، توقعش میره بالا، بعدم میاد بیکار، همشون در خطر خودکشی هستن. ولی این یه نفر وقتی رفت مدرسه میگه من روزی که نداشتم یه نفر برای من یه کیف خرید، حالا من وظیفه‌ام 10 کیف بخرم. خود بنده چی بگم، آدم واقعا بله. و اما این آقای یزدی که مرد، یادتون میاد اول انقلاب به این 3 میگفتن مثلث بیغ، و چون از فارسی مینویسین، از راست مینویسین، میشه بنی صدر، یزدی، قدزاده. ولی کار دنیا اینجوریه، از اینوری بیلن مردن، قدزاده رو اعدام کردن، البته میگن جسدش هیچ وقت معلوم نیست، میگن مثل که فراریش دادن، من نمیدونم. اگه کسی از ماجرای قدزاده خبر داره، میدونه چی شد و اینها، بگه. قدزاده که این بیق به قاف آخر بود، اون زودتر کشته شد، از دنیا رفت. بعدش یزدی، تنها کسی که از این مثلث باقی مونده آقای بنی صدره. امروز اتفاقا آقای بنی صدر یک نوشته ای رو، بذارید من ببینم اگه پیداش کنم بهتون نشون بدم. بله، جان قربانیان تجاوز رژیم به حقوق انسان در خطر است. این ایران گرفتار رژیمی است. بذارید من خود مقاله رو براتون باز کنم. من برای این دوستم نوشتم آقا این چیزایی که ایشون اینجا نوشته آیا چیز جدیدی هست؟
جدی میپرسم از شما، بهتونم مقاله رو نشون میدم، اینم $10 تبلیغ برای آقای بنی صدر به خاطر که ایشون لطف کرد ما وقتی فرانسه بودیم کتابشون رو امضا کردن و دادن به ما. نه اینکه ارزش کتاب ایشون فقط $10 ولی همینه دیگه، هرچه از دور رسد نیکوست. توانایی ایشون یک کتاب بود، توانایی ما اینه که امروز اینو نشون بدیم. ایشون هنوز نشریه انقلاب اسلامی رو داره مینویسه به صورت اینترنتی احتمالا، فقط نمیدونم چاپیش هم هست یا نه. ولی نگاه کنید این مقاله‌ای که دوست من فرستاده که مال همین امروز هست، نوشته جان قربانیان تجاوز رژیم به حقوق انسان در خطر است. حالا شما وقتی میخونی میاد مثلا نوشته یک آقای محمد علی طاهری. این آقای محمد علی طاهری هم خیلی جالبه، این همه دوست و طرفدار داره، یه سریشون میگن اعدام شده، یه سریشون میگن اعتصاب قضا کرد مرد، و هنوز معلوم نیست ایشون زنده است مرده است، کی دروغ میگه کی راست میگه. و عجب ملتی هستیم، عجب حکومتی داریم، عجب سیستم خبرنگاری داریم. خب این آقای محمد علی طاهری. دو، برابر اطلاع آقای دکتر مهدی خزعلی که عکساش که تو خیابون افتاده و اینها هم هست. و اما سه، زندانیان رجای شهر نیز در مقام دفاع از کرامت و حقوق خیش در اعتصاب قضا هستند. برای من این جالب بود که زندانیان رجای شهر اعتصاب قضا کردن برای زندانیای دیگه، جای دیگه. حالا نگاه کنید، ایشون نوشته استقامت ایستادگان بر حقوق خیش و حقوق مردم ایران ارجمند است و امید که ایرانیان را در درون و بیرون از مرزها برای دفاع از حقوق قربانیان رژیم آدمکش و برخوردار شدن از حقوق خیش برانگیزد. آقا این نوشته شما من رو برانگیخت، حالا باید چه کار کنم؟ به قول آمریکایی‌ها then what. هیچ، برانگیزم. ذکر مصیبت، برنامه امروز، برنامه فردا نداریم. این از بذارید من یکی دو تا پیام براتون پخش کنم. و چون اون روز سعید گفت آقا یک ساعت و نیمه داری نق میزنی، من نق زدنامو امروز کشوندم به آخر. این دوست ما که صداشو پخش میکنم ولی اونجایی که به شماره تلفنش میرسه صدا رو کم میکنم، لطف کرده پیام گذاشته، بشنوید با هم دوستان. سلام آقای محترم، عرض ادب دارم. من برنامه شما رو میبینم و خیلی دوست داشتم براتون پیغام بذارم، یه صحبتی داشته باشم. صحبت کوتاهی، اسم من از فرید بود. بله اسمشون رو گفتن، شمارهشون هم گفتن، ممنونم. دوست عزیز، ما میخوایم فارسی حرف بزنیم. سلام، من دوست داشتم برای شما یک پیامی بذارم. این چی میشه؟ نمیدونم، گذشته گذشته استمراری میشه. آقا لطف کردی تلفن زحمت کشیدی وقت گذاشتی، وصل شده، سوربی نبوده، سوربی بعد از روز جمعه بلند شده رفته کار و کاسبی و بدبختیش، شما زنگ زدی. آقا پیامتو کامل بذار. ضمناً آقای خسرو بهرامی، اون شماره 703 ما رو اجازه بدید من دیگه اینجام نشون ندم، اینو ما برداریم از اینجا. با این شماره 202 بذارید ببینم 5 اینجا، بله با این شماره فقط لطف کنید تماس بگیرید. حسن این شماره اینه که اولا 3 دقیقه میتونید پیغام بذارید، دومن میتونید تکست بفرستید و این رو من زود با ایمیل میگیرم. اون تلفن مال اینجا بوده دیگه، الان بعد از 5 سال این تلفن رو میدیدم. آقا هر ماه ما داریم پول بی خود میدیم، دیگه برای چی پول بدیم؟ ولش کردم، تلفن مجانی اینجا هست، اون شما بذارید پیام رو میفرستم. و اینم که میگی کار نمیکنه، چون این یه ماه قبل نوشت آقا 5 سال تموم شده، میخوای دوباره بگیری یا نه؟ گفتم نه، ولی اینا میدونی که هی میذارن که من بعد مثلا آقای بهرامی که زنگ میزنه بگم آقا ممکنه آقای بهرامی دیگه شماره دیگه نداشته باشه، بذار پول بدن به اینا، تریک پول جمع کردنش. خب این یه پیام، ممنونم از شما. من وقتی نمیدونم شما درباره چی میخوای صحبت کنی، اون عشق و علاقه‌ای که بیام تلفن رو بردارم به شما زنگ بزنم توی من به وجود نمیاد. اون به قول آقای بنی صدر در مقاومت نمیدونم فلان برانگیزد، اونایی که تازه برانگیخته میشه ما تکون نمیخوریم.
اینی که من میگم خب من به ایشون به چه دلیل، ایشون لطف کرده اومده برنامه رو دیده زنگ میزنه. حالا مثلا میخواد بگه آقا شما همون سربی هستی که اون وقتا خیلی بد اخلاق تر بودی، خب شما همین بپرس، من پخش میکنم توی تلویزیون اینجا میگم. و اما پیام آقای خسرو بهرامی اگه بتونم پیداش کنم، چیکار کنم؟ باید یک کاری کنم. کارسون، ببینید اینجا نوشته که 2:16 اینه. اول فکر کنم این پیامو گذاشتم، ببینیم چی میگید شما. اوپن. سلام عرض کردم آقای سوربی، امیدوارم که حالتون خوب باشه. من بهرامی هستم از نیویورک زنگ میزنم، مزاحمتون میشم. 7-8 موضوع جنجال‌آور اومد تو برنامه‌تون. از ضمنم بهتون بگم من چند بار زنگ زدم این تلفنتون مسیج نمیگرفت. خدا رو شد الان 10:45 دقیقه است که روز شنبه است، الان اوکی شده. جناب سوربی، من زیاد چیزی به آقای مهدی تبریزی ندارم که هر کجا پول میارم. موضوع اصلی من که میگم ایشون انقدر خرج میکنه یه چیز سیاسیه که عدد 26 مال کلینی ها سالا. اگر خواستی من نوار ربا ها رو براتون میفرستم. ما اینجا اکثریت خوب کلینی هست در نیویورک، اونجا که شما هستین خیلی ایرانی ها مسلمان هست، اون مریلند، ویرجینیا، واشنگتن، افغانی زیاده، ایرانی زیاده. مسئله ما میخوزم از لحاظ راهنمایی، چونشون سنشون خیلی بیشتر از منه، میخوزم اگر این پولی که خرج میکنن فقط نمیدونم تبلیغ برای کلیمی هاست، این تبلیغ سیاسیه، یا اگر چیزیه این پولو اگه ممکنه برای بچه های ایران، اونه که کنار خیابون گل میفروشن و کنار خیابون رو باکس میخوابن، خرج اونا کنه بفرسته برای اونا، هر جوری خودش میدونه. البته میخواستم ازش شماره تلفنشو داشته باشن با ایشون تماس بگیرن، چون شما در برنامه 8-9 تبلیغ ایشون نشون میدین، اصلا شماره تلفنم ندارن ایشون تو تبلیغشون و شما هم ایچی عنوان نمیشه راجب شما تلفن. زمینم مسئله دیگه که به خاطرم هست که ممکنه شما تلفن من به آقای احمد منی منصور انصاری بدیم، 516-637-5745. اگه ممکنه یا من با ایشون تماس بگیرم یا ایشون با من تماس بگیره، من سوال هم ازشون میکنم، خیلی ممنون میشم. خب خیلی ممنون. ایشون دوباره هم زنگ زدن، پیغام گذاشتن، اجازه بدین من اون پیام رو بیارم و شماره تلفن آقای تبریزی رو میخوام براتون بگم. هر کسی که به اصطلاح نداره باشون تماس بگیره. اتفاقا اون آگهی 26 رو امروز پاک کردم و بذارید براتون پیداش کنم. شماره تلفن ایشون رو توی ماشین من دارم، خیلی سادم هست، اون آخرش هم 0456. ولی بذارید ببینم اینجا، اونو براتون با تکست میفرستم. شماره تلفن اون، شماره تلفن آقای انصاری رو، پیام شما رو برای آقای انصاری میفرستم، ایشون براتون به شما. آها این پیدا شد، اجازه بدین دوستان. بعد بگیم ریستور، حالا اینجا هم بگیم 26. بذارید من این آگهی ایشون رو که نشون بدم، شماره تلفنش هم توش هست. اگه شماره تلفنش رو تو این ننوشته باشه دیگه این دفعه خیلی کارشون خرابتر شده بوده، چون اون شب که ما اونجا بودیم یه عده زنگ زدن گفتن آقا ما گم شدیم تو خیابونا، بعدن کاشف به عمل آمد که آقای تبریزی یا هر کسی که اون آگهی رو براش درست کرده، اینها یادشون ببخشید اشتباهی به جای بولوار نوشته بودن درایو. من خودم چون این گوگل پلاس، گوگل اوکی رو دارم دیگه، اصلا این روزا تایپ نمی کنم، دست میزنم رو میکروفونه بهش میگم که directions to مثلا شرایتون هرندون اینجوری. البته خیلی هم اول نمیفهمید، حالا دیگه زبان ما رو فهمیده. فکر کنم یه نفر به این تلفنه گفته چون سر و کارت به این سربی شیرازی فتاد، لاجرم باید زبان شیرازی گشاد، این زبان شیرازی یاد گرفته. خلاصه با اون میرم. ولی شما که گفتید
اینها شماره تلفن رو نوشتن، ولی ببینین همون کار نادرست که انجام بدی نتیجهش این میشه. شماره تلفن رو نوشته ولی دقت شما رو نمیتونه بهش جلب کنه. نگاه این پایین پایین نوشته 202-680-0456. پس شد دوستان 202 که ایریا کد واشنگتن دی سی هست، 680-0456. من اینو میارم حتی بزرگترش کنم براتون. بله خیلی بد نوشتن، اون پایین نوشتن و باید یک کسی کمک کنه به این آقای تبریزی. 202-680-0456. اجازه بدید دوستان من یه تبریکی بگم به این آقای علی ترابی، حالا اینقدر بهش نخ میزنیم وقتی هم کار خوب میکنه، هم جایزه بهش بدیم، مداد رنگی بگیم، مادرش پدرش بخرن بیارن سر صف، بگیم مدرسه جایزه داده. یعنی مدرسه های ما نداشتن خودشون جایزه بدن به به دانش آموزان، باید پدر مادرها میبردن یه چیزی به اصطلاح میخریدن میدادن، از همون اول دروغ، اون بیاره اینو بده این مدرسه، به دروغ بگه اینو ما دادیم. در هر صورت سوربی چرا در جواب تلفن اولی که میخواست بهش زنگ بزنی نگفتی کاکو من شیرازی هم حالش رو ندارم به کسی زنگ بزنم مگر اینکه من دستم به شما نرسه آقای سعید خان مکزیکی؟ حالا دیگه برای شیرازی ها دم داره بردی، نه خوب اومدی شیراز رفتی جهرم لیموها رو خوردی، حالا ماشاءالله سالم در کالیفرنیا داری اذیت میکن. خب و اما پیام دوم آقای بهرامی رو هم براتون پخش میکنم و دیگه یواش یواش که چه از کنم آخر برنامه است میریم سراغ کار و زندگی. بفرمایید، ولی سه تا فیلم خوب براتون امروز گذاشتم. بفرمایید آقای. ببخشید آقای صبری، بهرامی هستم دوباره، چون دستم خود به تلفن شما رد شد و ضمناً شما فهمیدین راجع به کلمی ها نهایج به ویدیو داریم که کلمی ها کلی هایی میتوشن. برای خاطر من هم یه چیزی برام به واقعیت دیدم که موقع که بچه دار شدم، بچه دومم در بیمارستان، اون نطفه مادر بچه رو این کلمی ها اومدن اونجا تو اتاق با ما صحبت کردن و این گوشواره یا اون ارتوداست ها رفبا میگیم هرچه میگن اومد گفت 500 دلار میگیرم اینه دو سال براتون فریز میکنم، میگه همیدارم هر نوع مریضی بچه داشته بشه راحت میتونه از دینه بگیرم. حرف شما من تصدیق میکنم راجب این موضوع و زمنر اینا میخوام اون نطفه رو بذارم تو فریزه که هر وقت برای دکتر برای بچه چیزی داشته بشه مسئله باشه از اون نطفه دینه برمیدارم یا هر مریضی که پدر مادر داشته باشنم پیدا میکنم. این موضوع هم من حرف شما رو تصدیق میکنم که حرف شما درسته و زمنن شما گفتیم ویدیویی هست راجب کلیه فروختن تو ایران، گفتم اگر ویدیویی دارین راجب بچه ها هستن کارتون خوابا بهشون میگن کنار خیابون گل میفروشن، اگه دارین چیزی بذارین من سپردتون میکنم چیزی که میتونم بپردازم. اگه راجب بچه ها چیزی دارین که کنار خیابون میخوابن گل میفروشن پدر مادرشون پوششون میکنن برن بیرون پول در بیارن چون درآمد کافی ندارن برای خرج خونه رنت اجاره خونهشون، پدر مادر بچه ها فورس میکنن که برن بیرون. من چند تا انترویو دیدم به این خاطر، اگه ممکنه شما پیدا کردیم بذاریم من تا اونجا که بتونم سپردتون میکنم اون پول پخششو میدم. زمنان شما راجع به ترامپ احمق گفتیم چند بار و حرف شما کاملا درسته، این احمق بازی سکرتر دیگه شم امروز استفاده داد. شما میدونید اون مارشالی که جنرالی که تو تگزاس بوده اونم سپورت کرده، اون که همه مکزیکن رو دیپورت میکرد و اینا، زمنان یه روزی بشه که اینو دادگاهی کنن این بیاد کنار. و راجب دامادشون شما گفتیم دامادش خیلی آدم کثیفیه، هم پدرش هم خودش. زمینم بهتون بگم، حالا نمیدونم چقدر میدونین، یه بیلدینگی دارن تو بروکلین منحتن چیز میکنن میخوام بسازن، ایشون
5000 تا گرین کارت به چاینیزا داده که بیان این بیلدینگ بسازه. اینجا کانترکتر نیست، اینجا بیلدر نیست، کارگر نیست، از چین دارن 5000 نفر میارن. یه معامله زیر میزی بوده، این همش تو نیوز بوده تو نیویورک، 5000 نفر گرین کارت میدن بیان این بیلدینگ رو بسازن، سرمایه گذاری کردن. و این خبری بود که از اینجا. و میدونم جمعه سختی داشتین، خیلی از گوشه کنار از همه جا بهتون حمله شد و عجب موفق بشین. این چیزی بود که میتونستم عنوان کنم اگرم ممکن بود براتون. بله، در رابطه فیلم بعد از برنامه خودم 3 فیلم پخش میکنم. امیدوارم این مورد، چون شما گفتی من رفتم تو یوتیوب زدم اینا رو پیدا کردم، ضبط کردم، فرمتش عوض کردم، از MP4 به سیستم خودمون گذاشتم. دوست داشتی، مورد پسندت بود، حمایت کن. دوست نداشتی، چند تا از این بکپک ها بخر برای دوستان در شیراز. یک آقای به نام مهران کمالپور. آقا خیلی خوشحالم. و این که آقای بهرامی میگه که روز جمعه از همه طرف حمله میکردن، آقای بهرامی شما بهتر از همه میدونید، من اگر کسی بودم که با حمله از بین میرفتم، شما که دوستم هستید و آقای مصطفی زاده از همه بیشتر به من حمله کردید. ولی باز وایسادیم، باز ثابت کردیم که آقا ما تحمل شنیدن حرفای شما رو داریم. شما هم ثابت کردید که دوستای خوبی هستید، به راهنماییاتون ادامه دادید. ولی یه احمقی که میاد در حین برنامه زنده مثل این آقای مهران کمالپور، کاش که بلاکش نکردم، این بلاک کردن خیلی راحت شده واقعا، یعنی طرف رو میندازی بیرون. و کار درستی، آقا من اینجا اجاره کردم این اتاق و از شما هم دعوت کردم عمومی، هر کی میخواد به حرف من گوش بده بیاد اینجا، هر کی نمیخواد بره جای دیگه. احمق جون برو به حرفای رضا تنبل گوش بده، برو اونو سپورت کن. مگه ما میایم اونجا داد بزنیم بگیم اینو سپورت نکن؟ برو اونو سپورت کن تا جون از فلان در بره. دوستان عزیز، از یک شما ممنونم. به این 3 ویدیو حتما توجه کنید، 1-2 دقیقه طول میکشه اگه صفحه تصویرتون رفت تا اینها دوباره بیان. اونایی هم که روی فیسبوک هستن، نمیدونم، کاش که لینک های اینها رو گذاشته بودم براتون روی فیسبوک میذاشتم، ولی اونجوری ببخشید میشه کار کردن خر خوردن یابو. فیسبوک میگن سال 2020 آقای مارک سوکر سامتینگ هم میخواد ران کنه یا برای نامزد شده برای ریاست جمهوری، بعد میگن که انتخاب این دو، یکی از این دو خیلی ساده است. اگه شما فیسبوکی هستین به این رای میدید، اگر توییتری هستید به ترامپ رای میدید. امیدوارم که ترامپ همینجوری که آقای بهرامی هم گفت به زودی محاکمه بشه، به دادگاه کشیده بشه، و امیدوارم نتونه خودش رو تبرئه کنه. گرچه اگه خودش هم بتونه تبرئه کنه بازم بد نیست، اقلا یه درسی بهش داد که این همه که به مردم ظلم کردی آخرش اومدی یه جایی که حالا باید برگردی بری خونه بشینی و تا آخر عمرت افسوس بخوری تا بمیری. دوستان عزیز، شما هم میتونید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید، همین جوری که گفتم میتونید مثل من بیان برنامه بذارید، همین جوری که آقای بهرامی میگه میتونید فیلمایی رو که خودتون دوست دارید بفرستید، ارسال کنید، از آقای مشیری، از آقای رضا پهلوی، ماشاءالله این همه رهنمود داره، از آقای رجوی مرحوم، عربا این سازمان مجاهدین گفته که با آقای رجوی که گفتن مرحوم به خاطر احترام زیادیه که این عربا برای ایشون داره. آقای ترشیزی نمیدونم والا، ولی اگه یه روزی شما بیای به من بگی سوربی من از فلان سال میدونستم که این مرده، اون وقت من باید رو شما چجوری حساب کنم؟ اگه آقای فیلابی بیاد بگه من از سال 2000 رو نمیدونم فلان میدونستم که این مرده، پیش خودم من باید بگم چی؟ باید بگم آقای فیلابی آدم دروغگوی بود؟ خب این که میشه آخوندا دروغ مصلحتی دیگه. صلاحتون این بوده که امروز دروغ بگید. دروغ همه نوعش بده، چه مصلحتی چه نمیدونم، همه نوعش بده. روز روزگار بر شما عزیزان خوش. 3 فیلم کوچولو خوب براتون دارم، چند دقیقه تحمل کنید بشینید و ببینید و نظراتتون رو هم بنویسید روی فیسبوک، روی ایمیل پیام بذارید، روی پیامگیر و دیگه نمیدونم به چه وسیله‌ای
تماس میشه گرفت. روز روزگار بر شما دوستان عزیز.